الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت شما به کانال خودت خیلی خیلی خوش اومدی بریم بحث تسلط به ریاضی دهم ده مشترک رشته تجربی و رشته ریاضی را با حل تمرین عالی و توضیح دقیق فصل به فصل از اول تا آخر بریم با حدود پنجاه تا تمرین کامل روشون توضیح بدم که کل بحث ریاضی دهم ده دستت بیاد من روی سوالا خیلی توضیح میدم میخوام همه جوانب را خیلی خیلی خوب بفهمی و یاد بگیری بریم از اول شروع کنیم یک سوال اینجا دادم سوال اول با استفاده از محور اعداد حاصل عبارت ها را مشخص کنید با این سوال هدف این است که تو به مفهوم بازه ها مسلط باشی محور اعداد حقیقی را قشنگ بدونی اعداد طبیعی را میشناسی اعداد صحیح را میشناسی شما میدونی یک محور میکشی درسته خیلی خیلی ساده وسط یه جایی را مثلا صفر انتخاب میکنی درسته اینجا میشود یک اینجا میشود دو اینجا میشه سه اینجا میشه چهار پنج اینجا میشود شیش حالا بذار من قلم عوض کنم فکر کنم قلم عوض کنم بهتر بشه کارمون خدمت شما ارز کنم که بله خب اینجا میشود 6 اینجا میشود 7 نیاز هست که قدم یه ذره دروشتر هم بشه خب بعد برعکسش اینور بلدی منهای 1 منهای 2 منهای 3 منهای 4 و بین اینها بی نهایت عدد هست مهوره اعداد حقیقی هست درسته؟ خب بلدی منهای پنج من بنا رو برای میذارم که از صفر برم کار رو فرض کنیم که ریاضی هیچی بلد نیستیم خب به من گفته منهای دو اینه میدونی وقتی که میگم منهای دو بازه بسته این بازه این بسته یعنی منهای دو خودش هست این یعنی چهار نیست من اگر بیام با رنگ دیگه این کار را انجام میدم یعنی اول برای این با رنگ آبی از منهای دو یه نقطه میذارم اینجا پرش میکنم چون خود منهای دو هست میرم تا چهار ولی این را یک دایره تو خالی میکشم یعنی خود چهار نیستش درسته؟ خب حالا بعد من میام سه و پنج مشخص میکنم خود سه و پنج نیستن درسته خود سه و پنج نیستن چون به خاطر اینکه هر دو بازه بازن یا پرانتز وقتی که بود یعنی خودش نیست یعنی این سه اینم پنج خب به تو بگن اجتماع اینها را بگو یعنی جمع اینها را بخوای بذاری یعنی هرچی تو این هست و هرچی تو این هست تو بخوای مشخص کنی باز یه رنگ دیگه بیارم حالا مشکی خیلی قشنگ میدونی که از اینجا میشود چی تا خود پنج ولی خود پنج نیستش درسته یعنی به راحتی این الان چی هست با این هست این جواب این هست که یعنی اگر اسم این را بذارم آ اسم این را بذارم بی این آ بود این بی بود این شد آ اجتماع بی خیلی خیلی ساده مشخصش کردم این بحث اجتماع حالا ببینیم اشتراک را چگونه مشخص کنیم پس من میام بالای این را پاکش میکنم تو میخوام خیلی خیلی خوب مسلط بشی هدف این آروم میگم خوب یاد بگیری من میام اول اسم اینه بذارم فرزن آ درسته اسم اینه بذارم آ دوباره اسم این را بذارم بی آ و بی را اول مشخص کنم آ هست از منهای بی نهایت میدونی این ور محورت منهای بی نهایت این ور محورت مثبت بی نهایت میره درسته؟ از منهای بی نهایت تا چهاره یعنی این من میکشم میاد نمیدونم اینجا ته کجاست منهای بی نهایته ولی تا چهار میام ولی خود چهار نیستش به خاطر همین دایره تو خالی میذارمش این یکی منهای یک بازه بسته بازت بسته است یعنی خود منهای یک هست خب این منهای یک تا پنجم خودش هست اینم تا کجا تا پنج خب این الان شد آی من این الان شد بی من الان من باید دنبال چی بگردم اشتراک دوتاش بگردم یعنی بخوام ببینم که اشتراک این دوتا چی خواهد شد یعنی این کدوم قسمت مشترکه اگر دقت کنی رنگ دیگه برات میارم تو میدونی که این قسمت قسمت های مشترک بین اینها هست ولی چهار در بی هست در آ نیست پس جزء مشترک نخواهد شد یعنی می نویسی آ اشتراکش با بی منظور از آمنهای بینهایت تا بازه باز چهار منهای یک بسته تا پنج خواهد شد اگر دقت کنی جوابت میشه خود منهای یک هست منهای یک و چهار را به صورت پرانتز یا بازه باز می نویسی هدف این بود که مسلط بشی محور اعداد را حالا اگر این را بخوای با x نمایش بدی یعنی اینجا میگی چی؟ خب x بزرگتر مساوی با منهای یک کوچکتر از چهار به این روش هم بلدی خیلی کار سختی نیستش وقتی که جواب اینم به دست آوردم شد منهای دو و پنج اینجا هم میتونی بنویسی x هست بزرگتر مساوی با منهای دو این الان شد چی؟ x و کوچکتر از 5 به این روش هم نمایش میدن و دیدی که اصلا کار سختی نبود در سوال سوم یا سوال بعدی البته سوال دوم میخوام برم سراغ این دوتا حل کردم تو اون دیگه میخوام برم سراغ نامعادله شما میدونی هر جا مساوی داشته باشی یعنی معادله و این علامت ها کوچکتر بزرگتر یا کوچکتر مساوی یا بزرگتر مساوی داشته باشی اینها را به عنوان علائم نامعادله در ریاضی میشناسی آفرین بر تو آفرین میشناسی دیگه درسته من میگم تو هم حتما اینها را خیلی خوب میشناسی من میخوام معادله الف را حل کنم درسته؟ یعنی باید حدود x را مشخص کنم دیگه دارم دو x به علاوه پنج کوچکتر مساوی است با شش x منهای یک این اون کاری که در حل در حل معادله انجام میدیم یعنی مجهولها ها را معمولا اینجوری ها مجهولها ها به سمت چپ درسته؟ معلوم ها به سمت راست درست است منظور از مجهول ها یعنی اینایی که ایکس دارن یعنی شش ایکس بیارم این ور این ور می شود سمت چپ من درسته این ور می شود سمت راست من یعنی با حوصله دارم برات انجام میدم تا ان لایک کامنت برای فیلم یادت نره خب اینه میارم این میدونم عین معادله در نامعادله هم هر چیزی رو از یه طرف ببرم طرف دیگه علامتش عوض میشه پنج میبرم اون ور یعنی میشود دو ایکس منهای شش ایکس کوچکتر مساوی است با منهای یک منهای پنج درسته جمع جورش کنم یعنی منهای چهار ایکس کوچکتر مساوی با منهای 6 درسته؟ من دنبال چی هستم؟ دنبال این هستم که x را به دست بیارم درسته؟ خب من یادم باشه برای اینکه x بماند طرف این را اینه باید به منهای چهار تقسیم کنم و این را هم به منهای 4 چون x مثبت را من میخوام و این را میدانیم در حل نامعادله ها هرگاه خواستی طرفین را در منفی ضرب کنی یا تقسیم کنی جهت نامعادل عوض میشه این با این میره میمونه ایکس جهت میشود بزرگتر مساوی چون به منفی تقسیمش کردم اینم با این میره اینم یعنی سه دوم جواب نامعادله من به دست اومد که میتونی به صورت بازه به این صورت نشون بده یعنی سه دوم چون مساوی داره بازه بسته میذارم و مثبت بی نهایت جواب نامعادله من خواهد بود درسته؟ ایکس بزرگتر مساوی با سه دوم یعنی این این هیچ فرقی با هم دیگه ندارن شما رو محور اعداد هم میتونی نمایشش بدی حال اگر این را ببری رو محور اعداد درسته اگر این صفر باشد این یک باشد این دو باشد وسط این میشه سه دوم یا یک کنیم یعنی باید اینجوری بکشی و به این ور ببری این جواب نامعادله شما هست این یکه اینم حالا بزنم منهای یک دیگه متوجه شدی که به چه صورتی دقیق ساده برات حل کردم اما بریم سراغ دومی اون را حل کنیم چه بهتر هست که خودت حالا نوع دیگری از نامعادله هست ایکس وسطه من باید کاری کنم در حل این نامعادله هم یعنی منهایی دو منهایی دو کوچکتر از هش ایکس منهای یک کوچکتر مساوی با پنج وسط فقط ایکس بمونه اول باید منهای یک از بین ببرم راهش این است که هش ایکس وقتی که اینجا نوشتم منهایی یک را به علاوه یک کنم در ما در معادله یا نامعادله هر کاری که برای یه طرف انجام دادیم برای طرف یا طرف های دیگه هم انجام میدیم یعنی پنج را هم به علاوه یک میکنیم و منهای دو را هم به علاوه یک میکنیم یه پله ساده تر شد به خاطر اینکه که منهای یک با مثبت یک هز میشود و ست هش ایکس میماند بزرگتر از منهای دو با یک هم میشه منهای یک کوچکتر مساوی با 6 حالا من برای اینکه این را قشنگ درست حلش کنم یه مرحله الان چیکار کردی خب حالا ما بیایم چیکار کنیم خدمتت ارز کنم که بیایم الان طرفین را برای اینکه وسط 8 x بمونه همه را باید تقسیم بره 8 کنیم وقتی که این را تقسیم بر هشت می کنم باید اینم تقسیم کنم اینم تقسیم کنم یعنی x بزرگتر از منهای یک هشتم عدد مثبت دارم تقسیم می کنم به جهت نامعادله یا من وزنه می شود کوچکتر مساوی با شش هشتم درسته؟ هش x بر روی هشتم که هشت و هشت میره x می مونه دیگه شش هشتم هم می دونی یعنی چی؟ میتونی به جای شش هشتم بنویسی چقدر؟ تو میتونی بنویسی سه چهارم چون به دو ساده میشه شش هشتم دیگه درسته هر دو به دو ساده میشن میشود سه چهارم یعنی جواب نام من به دست اومد حالا من میخوام این رو به صورت بازه نشون بدم مینویسم منهای یک هشتم و چجوری دیگه مینویسم سه چهارم ولی این رو به صورت بازه بسته نمایشش میدم این اشاره بود به بازه ها و با نام عادله. هدف اینه که قشنگ ریاضی رو چیکار کنی مسلط بشی و بدونی میریم سراغ سوال بعدی از مجموعه های سوال خاص حل میکنم که قشنگ بلد بشی به چه صورتی کار کنی در یک جمع سی و هفت نفره سی و هفت نفر ورزشکار حاضرن در یک جمع سی و هفت نفر ورزشکار حاضرن چرا بد خوندم که 25 نفر فوتبال و 21 نفر والیبال بازی میکنن ما بیایم اونهایی که فوتبال بازی میکنن رو با اف نشون میدیم اونهایی که والیبال بازی میکنن با وی نشون میدیم اول کرامات فوتبال و والیبال ما میتونیم با توجه به اطلاعات مسئله بگیم این ای اف یعنی اون کسانی که فوتبال بازی میکنن 25 درسته و این وی اونهایی که والیبال بازی میکنن 21 جمع دو نفر چقدر هست؟ سی و هفت یعنی الان مفهوم 25 فهمیدی مفهوم 21 را هم فهمیدی این یعنی تعداد بازیکنان والای بالا 21 اینه تعداد بازیکنان فوتبال 25 حالا سی و هفت چیه؟ ببین الان 21 و 25 با هم جمع کنی می شود چی؟ می شود 46 46 چرا با سیاهب همخانی ندارد؟ اینجا چه سوالی به ذهن مبارکت خطور می کند؟ این هست که حتما بین اینها کسانی هستند که مشترکن هم والیبال بازی می کنند هم فوتبال بازی می کنند اما سی و هفت چیست؟ سی و هم هست این آ اجتماع بی خب اجتماع را میخوای بگی هرچی تو آ هست میگی به علاوه در بی اونایی که در آ هستن دیگه در دی بی تکرار نمیکنی اجتماع رو بلدی دیگه فقط اونایی که تو بی می نویسی هر چی تو آ به علاوه اونایی که فقط تو بی می نویسی خب اینم برابر با سی و است ما در کتابمون یک فرمول بسیار بسیار مهم خوندیم خیلی به دردمون میخوره باورت میشه که این فرمول اساس کنکور 1402 در درس ریاضی بود دانش آموز میگفتن ریاضی سخت از همین فرمول از این میتونیم بگیم اینه حالا من به جای اف و این اف و وی میذاشتم بهتر بود چون حالا تو ذهن من همش آ و بی هست به خاطر اون نوشتم یعنی اینجا را می نوشتم اف اف اجتماع وی یعنی اونایی که هم با والیبال و فوتبال با هم بازی میکنن چند نفرن خب من میدونم که این اف آ اجتماع وی مساوی است با این اف به علاوه N, v این وی والی بالو بازی میکنن منهایی این بلدیم دیگه اونایی که مشترکه دیگه نمی نویزیم دوبار تک آ اشتراک بی ف دوباره نوشتم آ از بس تو ذهنمون آ و بی هست اف اشتراک وی خب من میتونم از این کسانی را که چون الان اینه دارم سی و هفته اینه دارم چنده این افه دارم بیست و پنجه اینه دارم چنده بیست و یکه از این میتونم افرادی را که هم والیبال و هم فوتبال بازی میکنم به دست بیارم یا همان قسمت بی سؤال من گفته چند نفر هر دو ورزش را انجام میدهم از این میدونی که این با این جمعش میشود چهل و شیش درسته بیاد اینور منفی میشه سی و من منهای چهل و شیش یا میتونی اینی بیاری این ورون در نهایت این به دست میاد این اف اشتراک وی میشود نه نفر یعنی نه نفر کسانی هستند که هر دو ورزش را انجام میدن چند نفر فقط فوتبال بازی میکنن فوتبال 25 یعنی من چی را میخوام در این سوال این اف منهای چی را باید به دست بیارم الان اف منهای بی یعنی میخوام این کار کنم دیگه یعنی فقط فوتبال یعنی والیبال بازی نکنن دیگه مساوی است با قبول داری اینکه کار سختی نیست یعنی این افراد فوتبال منهای این اشتراک دوتاشون اشتراک نونه فقط فوتبال بازی کنی یعنی هر دو رو بازی نکنی این فوتبال 25 من های نه کنی از اینجا به میاد 16 نفر این یعنی قسمت بی رو اول جواب دادم قسمت الف را بعدا چند نفر فقط یک ورزش انجام میدن خب یعنی از اجتماع دو تا اشتراک کم کنیم یعنی اونایی که یا والیبال بازی میکنن یا فوتبال فقط یک ورزش انجام میدن ممکن هست که در کنکور سراسری یا در امتحان پرسیده شه چند نفر فقط فوتبال یا فقط والیبال چون یعنی من دارم چیکار کنم بیام از این اینجا می حالا این روش دیگه ای داره الان بهت میگم این اف آ اجتماع وی را منهای این ای اف آ اشتراک وی کنم یعنی جواب خواهد شد سی و هفت منهای نو بیست و هشت نفر هستند که فقط یه ورزش انجام میدن یعنی یا فوتبال بازی میکنند یا والیبال بریم یه نکته دیگه بگم روش دیگه برای این انجام بدیم با توجه به رسم شکل ببینی که به چه صورتی اونجا را استفاده کنی اون هم سرعت عملت در کنکور سراسری میبره بالا من یه مجموعه مرجع می کشم درسته خب این جمع سی و نفری اسم اینه میذارم خب اینا هستم بینشون دیدم که خب اینه اسمش میذارم F اینه میذارم وی این ناحیه میدونی اشتراکشه هر کس بیرون گفته سی و نفر حاضرن که بس بس این بیرون هیچی یعنی کسی نیست که تو اینا ورزش نکنه اگر یک موقع گفته بود که مثلا دو نفر هم هستن که هیچ ورزشی انجام نمیدن یک نفر هستن اینه باید بیرون از این دوتا مجموعه میذاشته اینجا قبول داری من نمیدانم چند نفر هستن که ایکس هم فوتبال و والیبال بازی میکنن هم فوتبال هم والیبال و این فقط فوتبال قبول داری این قسمت را این فوتبال منهای این کنی یعنی 25 منهای x نفر هم هستن که فقط فوتبال بازی میکنن قبول داری 21 منهای x نفر هم هستن که فقط والیبال بازی میکنن خب مجموع اینها چند نفره 37 نفره پس من میتونم بنویسم 25 منهای x به علاوه x به علاوه 21 منهای x مساوی با 37 این با این میره این با این میشه چهل و شیش منهای ایکس مساوی با سی و هفت منهای ایکس مساوی است با سی و هفته منهای چهل و شیش منهای ایکس مساوی با منهای نو من پیا میره چقدر جالب ایکس مساوی با نو اشتراک دوتاش به دست اومد یعنی اگر بخوای این را دوباره رسمش کنی اینجوری میشود خب وقتی که یعنی نه نفر هستند که هم فوتبال و هم والیبال 21 منهای 9 کنی ازش میمونه 12 نفر هستند که فقط والیبال بازی میکنن و 25 و منهای 9 کنی 16 نفر هم هستند که فقط فوتبال بازی میکنن چقدر جالبه جمع این سه تا 16 به علاوه 9 به علاوه 12 دوازده و شونزده می شود بیست و هشت به علاوه 9 می شود سی و هفت با اون جمع اولی که گفته با سی و هفت نفر ورزشکار در یک جمع حاضرن کاملا تطابق دارد این اشاره بود به قسمت های اول کتاب که خوب یاد بگیری بریم برگردیم ادامه بدیم چند تا سؤال خیلی خوب و عالی حدود پنج تا از دنباله ها با همدیگه حل کنیم بریم برگردیم لایک like کامنت فراموش نشه حوصله و وقت میذارم که خیلی خوب یاد بگیری بریم بیا ادامه بریم چند تا سوال از الگو و دنباله با همدیگه حل کنیم به ترتیب مطالب کتاب پیش میرم تو هم حتما باید قلم کاغذ کنارت باشه همراه با من حل کنی و یاد بگیری <applause> می میکنم گفته کدام جمله از دنباله دو این به علاوه چهل بر روی این برابر با ده هست یعنی دنباله را به این صورت داده بر حسب این یعنی جمله عمومی دنباله هست آ این حالا تی این هر چی که دلت میخواد میتونی بنویسی میگه دو این به علاوه چهل بر روی اینه یعنی آ اینت برابر با دهه شما باید این را کدام جمله یعنی این را پیدا کنی یعنی در از تو میخوای پیدا کنی آچند چند مساوی با ده هست خب کافی است که این را برابر با ده قرار بدی دو این به علاوه چهل بر روی این مساوی با ده یه مخرج یک میدیم یک طرف این وسطه این زیبا میزنیم میگیم دو این حالا میتونی اینجوری بنویسی اصلا ده این اول بنویسم فرقی نمیکنه. ده n مساوی است با دو n به علاوه چهل به خاطر اینکه این در یک ضرب میشه ده در این ضرب میشه این میاد به سمت چپ میشود ده n منهای دو این مساوی با چهل هست از این نتیجه میگیری که هشت n مساوی با چهل از این راحتی به دست میاد اینت مساوی با چهل بر روی هشت یعنی جمله پنجمت یعنی آپنجت برابر با چند هست برابر با ده هست که حلش کردی حالا شما میتونی در این جمله آ 1 پیدا کنی آ پیدا کنی آ را هم پیدا کنی, کنی. چه جوری اگر آ که خاصی پیدا کنی به جای این میذاری یک یعنی میذاری آ یک مساوی است با دویه به علاوه چهل تقسیم بر یک مساوی با چهل و دو آ دو را میخوای پیدا کنی میذاری آ دو مساوی است با دو ضربه در دو به جای این دو گذاشتی میشود چهار و علاوه چهل تقسیم بر دو مساوی میشود با چهل و چهار تقسیم بر دو میشه بیست و دو ببین این جمع کاهشی هست آسه را میخوای پیدا کنی ببین نگاه کن میتونی بذاری به جاش سه بذاری دو یه ضربه در سه به علاوه چهل تقسیم بر سه یعنی چهل و شیش تقسیم بر سه به راحتی از این میتونی به دستش بیاری که حدودا میشه 15 و 3 دهم حالا ما کاری نداریم یعنی این یه دنباله ادغوی دنباله ای کاهشی هست چون جمله اول جمله پنجم 55 پنج هی میره کمتر میشه مثلا ق پیدا کنم بهجاش میذارم 10 دو ی ضرب در 10 به علاوه 40 تقسیم بر این میشود چقدر 60 تقسیم بر 10 درسته مساوی با چقدر خواهد شد مساوی با شش خواهد شد خیلی خیلی ساده و چیز سختی نبودش حالا بریم ببینیم در سوال بعدی چی میگه به ما در سوال بعدی میگه سومین جمله دنباله سومین جمله یعنی به جای این می تیسه سه بج... به به دست بیاری به جای این میتونی بذاری سه به علاوه این دو این هست این اصلاح کنم من اینجا که دوچار اشتباه نشیم این دو اینه با چندمین جمله این برابره یعنی اگر مقدار سومین جمله با اون برابر باشه یعنی باید اینه اینه پیدا کنی دیگه اول من میگم تی را پیدا میکنم پس منهای سه به توان سه به علاوه دوی ضربه در سه منهای سه به توان سه یعنی میشه منفی 27 به علاوه 6 منفی 21 خب با چندمین جمله این گفته چی هست برابر هست خب این که کار سختی نخواهد بود به راحتی میتونی الان یعنی اینکه منهای 5 n به علاوه 14 را مساوی با منفی 21 قرار بدی بگی منفی 5 n اینه بیاری اینور مساوی این با منفی 21 منهای 14 بگی منفی 5 n مساوی با منفی 35 طرفین به منهای پنج تقسیم کنی از اینجا اینت به دست میاد چقدر هفت یعنی چندمین جمله شما هفتمین جمله شما شما جمله هفتم را جمله سوم اینه به دست آوردی چقدر منهای 21 حالا شما اگر به جای این هفت بذاری میشه باید منفی پنج ضرب در هفت به علاوه چهارده یعنی منفی سی و پنج به علاوه چهارده بازم میشه منفی بیست یک که حرفی که در سوال پرسیده بود کاملا درست در اومد یعنی ریاضی رو بعد از مطالب ساده اول خیلی خیلی خوب یاد بگیریم مسلط بشیم بعد بریم سراغ مطالب سختتر. درسته؟ خب حالا بریم بریم سوال بعدی چی میگه؟ حالا دنباله حسابی میگه در دنباله حسابی زیر مقدار آ قدر نسبت و جمله صدم را بیابید یعنی این جمله اولته این جمله دومه اینم جمله سومه من میدونم اگر در سه تا جمله دنباله هم اگر دنباله حسابی با هم تشکیل میدن خیلی خیلی راحت بلد هستم که خب مثلا جمله آ1 آ2 آ بگم من میدونم که آ2 برابر است با کافی هست که قبلیش و بعدیش با هم جمع کنی تقسیم بر دو کنی حالا اینجا نقش آ نقش آ یک بازی میکنه آدو از این میتونی اینم بگی دیگه بگی آ یک به علاوه آ مساوی است با دو تا آ دو فرقی نمیکنه که یه طرف این وسط این ساده است سه آی به آ به علاوه پنج نقش آ را بازی میکنه چهار آی به نو نخش آ به علاوه نه نقش آ را بازی میکند پس من میتونم بگم دو در سه آیه به علاوه پنج مساوی است با چی و چی اینا رو با هم جمع کنم آی به علاوه چهار آیه درسته به علاوه نو درسته از این میگی شش آ به علاوه ده مساوی است با آ و چی یک آ و چهار آ پنج آ به علاوه نو شما اینا رو بیار این وقت اینه ببر اون بر می شود شش آی منهای پنج آ مساوی است با نوه منهای ده از اینجا آ مساوی با چقدر خواهد شد؟ خیلی خیلی ساده منهای یک وقتی که آ را به دست آوردی منهای یک حالا جملات رو جایگزین میکنی یعنی جمله اولت است منهای یک جمله دومت سه تا منهای یک به علاوه پنج هست چند؟ دو جمله سومت اون موقع چهار تا منها یک و علاوه نو هست پنج خب اختلاف جمله ها خواستی قدر نسبت به دست بیاری باز هم میگم آی آیک و آدو و آسه با هم تشکیل دنباله حسابی بدن شما میتونی بگی آدوی منهای آی آیک مساوی با دیه یا آسه منهای آدو مساوی با دیه یا من منهای آسه یعنی یه جمله جمله قبلیش ازش کم کنی مقدار قدر نسبت در دنباله حسابی به دست میاد خب از اینجا نتیجه میگیرم دی مساوی است با دوی منهای منهای یک یا سه یا میتونم بگم دی برابر است با پنج منهای دو بازم میشه سه هیچ فرقی نمی کند حالا از من خواسته چیکار کن جمله جمله صدم را هم حساب کن من آیه که دارم دیگه آیه که من شد منهای یک من میدونم برای به دست آوردن جمله عمومی در دنبال حسابی میگم آین مساویس با آیه که به علاوه این منهای یک ضربه در دی یعنی آ سد آیه که من منهای یک به علاوه سد منهای یک ضربه در دی ضربه در سه از اینجا به راحتی آ سد به دست میاد چقدر این میدونی که در این ضرب بشه میشه دیویست و نود و هفت های یک میشه دیویست و نود که جمله صدوم را هم براحتی به دست آوردم بس حالا وظیفه تو هست که لایک کامنت بزنی دیگه من دارم جانانه جانانه بهت میگم تا تو یاد بگیری هیچ مشکلی با چیزی نداشته باشی بریم سوال بعدی یک دنباله هندسیه باز خواستم اینجا مطالب و نکات دنباله هندسی را بهت بگم گفته اعداد زیر تشکیل دنباله هندسی میدهن قدر نسبت حساب کن حالا ما در دنباله حسابی فهمیدیم دو برابر وسطی برابر است با حاصل جمع بعدی با کناری حالا در دنباله هندسی اگر آ و بی و سی سه تا جمله باشن با هم تشکیل دنباله هندسی بدهند بی به توان دو یعنی وسطی بد برابر است با قبلی ضرب در بعدی یعنی در اینجا دو ایکس به علاوه یک وسطی دیگه به توان دو مساویس با قبلی یعنی چهار ایکس منهای یک ضرب در ایکس به علاوه سه من چاره ای ندارم چون میخوام x را باید داشته باشم تا بدونم این جمله ها چی هستن تا بتونم قدر نسبت به دست بیارم احسن بر تو که کاملا داری گوش میدی و حوصله به خرج میدی چون ریاضیات بدون حوصله و بدون حل کردن هیچوقت آموخته نمیشه هیچ وقت دنبال راه کوتاه یادگیری در درس ریاضی نباش ریاضی باید خون دل خورد کاغذ سیا کرد, کرد حل کرد حل کرد حل کرد تا بهترین شد این اتحاد اول آیه علاوه به توان 2 یعنی 4x2 به علاوه 1 دو برابر اولی میشه 4x مساوی با اینا رو دونه دونه باید ضرب کنم 4x ضرب در x میشه 4x2 درسته 4x ضرب در 3 به علاوه 12x منهای 1 ضرب در x منهای x منهای 1 ضرب در سه 3 منهای 3 چرا قشنگ شد به خاطر اینکه اونهایی که کاملا یکسانن با علامت یکسان از دو طرف حذف میشن شما میتونی خدمتت ارز کنم که از اینجا هم بیای چکارش کنی حالا بیای بگی چهار یک اینجوری بذار بنویسم هم یک علاوه چهار x مساوی با یازده x منهای سه از اینجا من میتونم منهای یک بیارم این ور اصلا منهای سه را بیارم و چهار ایکس ببرم امومت از اون کم کنم میشه باید هفت اکس مساوی با چهار یعنی اکس به دست میاد چهار هفتم وقتی که اکس مومد به چهار هفتم میذاری سر جای اینها یعنی میگی چهار ضربه در چهار هفتم منهای یک این شد جمله. اول این اول در این ضرب میکنی البته چونزه هفتم منهای یک میکنی درسته که میشه چقدر نو هفتم یعنی جمله اول من در دومین جمله را میخوای به دست بیاری دوی یه چهار هفتم میکنی یعنی هش هفتم را به علاوه یک میکنی جمله دوم هم به دست میاد چقدر پونزده هفتم خب برای اینم میای میگی چهار هفتم به علاوه سه میکنیم جمله بعدی هم به دست میاد خب یعنی چهار هفتم به علاوه سه اینم به دست میاد چقدر این هم به دست میاد 25 هفتم من الان جملات دارم برای اینکه در دنباله در دیدی در دنباله حسابی اگر خواستی قدر نسبت به دست بیاری یه جمله رو منهای قبلش میکنی اما در دنباله هندسی اگر خواستی مقدار قدر نسبت به دست بیاری هر جمله رو بر جمله قبلش تقسیم میکنی یعنی اگر میخوای آر حالا ما دنباله میگیم آر یا کیو حواست باشه مساوی با بی بر روی آ یا میتونی مساوی است با سی بر روی بی هیچ فرقی نمیکنه آ رو کیو نشون میدن کافیس 15 هفتم رو تقسیم بر چند کنم 9 هفتم میدونی که هفت با هفت میره از اینجا قدر نسبت میشه 15 نهم به سه ساده بشن میشود 5 سوم به همین راحتی و سادگی دیدی که اصلا کار سختی نبودش درسته خب ولی باید چیکار کرد باید زحمت کشید کار کرد و تا مسلط بشی اینجوری نیست که ریاضیات همش دنبال این باشی که مثلا در این استاگرام من کاری ندارم و دنبال فیلم یک دقیقه باشی و اون ریاضیات بگیری ما که سراغ نداریم اگر شما سراغ داری بفرما سلام ما را هم گرم گرم بهش برسون که اینجوری میشه یاد گرفت گفته بین دو عدد هشت و شست و سه از واسطه میخوام بگم واسطه ی حسابی تعدادی عدد طوری قرار میدهیم کل عداد تشکیل دنباله است نگفته چند تعداد اگر تفاصل کوچکترین و بزرگترین آنها سی و سه باشد خیلی قشنگه یعنی من میگم عدد 8 بعد میام میگم عدد شست و سه من فرض کنم کوچیکی را بگیرم آ قبل از شست و را بگیرم B قبول داری الان در میان اینها درسته؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ گوش بده یعنی از این هشت تا آ چقدر فاصله هست به اندازه یه دی دیگه چون گفته دنباله حسابی از بی تا 63 هم چقدر فاصله هست به اندازه دی درسته؟ قبول داری این یا نداری؟ بعد از بین این دوتا جمله اگر تفا... و بی چقدر گفته تفاضل دارن با همدیگه سی و تا چقدر قشنگ شد درسته یعنی اگر شست و را یه ذره ذهن باید کمک بگیری منهای هشت کنم قبول داری برابر است با این دی به علاوه سی و سه به علاوه این یکی دی درسته؟ خب حالا من میخوام این الان به دست بیارم چیکار میکنم؟ اینه 63 منهای 8 میدونم میشه 55 مساوی است با 2 دی به علاوه 33 کافی 33 رو بیارم این ور 2 دی میشود 55 منهای 33 کنم 22 باقی میماند دی به دست میاد 11 قدر نسبت دیگه به دست اومد وقتی که قدر نسبت به دست اومد دیگه به دست آوردن نداد کاری ندارد که یعنی 11 تا 11 تا باید اضافه بشه چون دنباله دنباله حسابیه هر دفعه جمله بعدی نسبت جمله قبلی یک مقدار ثابت یا بیشتره یا کمتره این که مشخص اینجا بیشتر میشه یعنی الان 8 11 تا بهش اضافه کنی جمله بعدی 19 است جمله بعدی 11 تا اضافه کنی 30 جمله بعدی 11 اضافه کنی 41 و یک بعدی یازده اضافه کنی 52 و و به اینم 11 اضافه کنی 63 و سه لذت بردی چجوری دارم برات کار میکنم تا خوب ریاضی را یاد بگیری پس لایک کامنت را در یوتیوب حتما برای من بزن متشکر میشم بریم و برگردیم حالا نوبت که باشه باید بریم بگیم سلام بر تو ای مسلسات وایسک اومدیم بریم بیایم بریم شروع کنیم بحث مثلثات را یک سوال بسیار بسیار زیبا به ازای چه مقادیر تتا از بازه صفر تا 360 نامساوی کسینوس تا کمتر سینوس تتا برقرار هست این حواست باشه سوال بسیار بسیار سوال قشنگی هست من یه چیز بهت بگم ببین خدمتت ارز کنم کجاها میگی کوسینوس از سینوس چیه؟ کمتر هست قشنگ دقت کن من دایره مسلساتی رو میکشم قشنگ دقت کن دایره مسلساتی خب شما میدونی ما خلاف اغربه های ساعت حرکت میکنیم این صفت درجه است اولین جایی که سینوس با کوسینوس برابر میشه چند درجه است؟ پنج درجه است میدونی که سینوس پنج درجه با کوسینوس و پنج درجه برابر برابر با رادیکال دو بر روی دو هست درسته؟ <applause> خب خیلی خیلی ساده هست خیلی خیلی ساده هست اصلا چیز سختی نخواهد بود شما ببین این نقطه اگر من این ادامه بدم این نقطه تا اینجا 180 درجه میشه دیگه این 45 درجه هست این کمان این کمان از اینجا تا اینجا 180 تا بهش اضافه کنی میشه 225 درجه یه نقطه بسیار جالب یادت باشه در نقطه 45 درجه و 225 درجه <coughs> یادت باشه در هر دوتاشون سینوس مساوی با کوسینوس سینوس و کوسین تتا هر زابه یعنی سینوس 225 درجه با کسینوس 225 درجه برابره و سینوس 45 درجه همانطور که با کوسینوس 45 درجه برابر هست رنگ را عوض میکنم ببین چه درسنامه زیبا و جالبی برات توضیح میدم تو از اینجا تا اینجا بیای هر ای که از اینجا میای درسته مقدار سینوست داره چی میشه بزرگتر میشه مقدار کوسینوس این محور کوسینوس هاست این محور سینوس هاست درسته یعنی از 45 درجه تا دیویست و بیست و پنج درجه آنچه که اتفاق می افتد هر زاویه‌ای میخواد باشه کوسینوس تتا کوچکتر از سینوس تتاست یه ذره حواست باشه میدونی چی دارم میگم ها کوسینوس تتا مثلا اینجا مثلا این زاویه باشه اینه من بگیرم این میشه مقدار کوسینوس این میشه باید مقدار سینوس هرچند منفیان ولی این مقدار از این مقدار چیه؟ بزرگتره خیلی قشنگه حالا از 225 تا اینجا بیام مگه نمیشه 360 درجه هر چیک از اینجا که میام چه اتفاقی میفته برعکس میشود درسته کوسینوس از سینوس چی میشه بیشتر میشود یعنی از 225 درجه تا چند درجه تا 360 درجه که دارم میام اینجا برعکسش میشه یعنی کوسینوس تتا بزرگتر از سینوس تتا میشود درسته از صفر تا چهل و پنج درجه هم ببین حواست باشه از صفر تا چهل و پنج درجه هم هرچی که میری تا چون در اینجا مسابق میشن باز کسینوس تتا بزرگتر از سینوس تتا هست یعنی جواب منظور این بود که باید خیلی خوب میفهمیدی و یاد میگرفتی بریم سوالهای بعدی چهار تا سوال اینجا آوردم دونه دونه حلش میکنم تا خوب بفهمید گفته اگر سینوس تتا کوچکتر از صفر تتا از صفر باشد زاوی تتا در کدام ربع است یعنی اینکه دیگه خیلی ساده هست یعنی تسلط به دایره مثلثاتی خیلی ساده میدونی این ربع یک این ربع دو این سه این چهار خلاف جهت در اینجا میدونی هم سینوس تتا بزرگتر از صفر هم کوسینوس تتا بزرگتر از صفر در ربع دوم سینوس تتا بزرگتر از صفر کوسینوس تتا کوچکتر از صفره در ربع سوم هر دوتا کوچیکتر از صفرن سینوس تتا کوچیکتر از صفره. کوسینوس تتا هم کوچیک... در ربع چهارم مثلا جواب من می شود ربع سوم در اینم خواستیم که دایره مثلثاتی یادت بیاد در ربع چهارم میدونی که کوسینوس تتا بزرگتر از صفره ولی سینوس تتا کوچکتر از صفره. حالا یه موقع ممکنه سوال ازت بپرسه در کدام ربع ها سینوس تتا ضرب در کسینوس تتا کوچکتر از صفر میشود شود حالا ضربشون اون موقع جاهایی که علامت ها مخالف هم باشد باید بگی ربع دوم و چهارم یه جایی ممکن ازت بپرسه سینوس تتا ضرب در کسینوس تتا بزرگتر از صفر باشد باید یا هر دو مثبت باشن یا هر دو منفی باشن پس می شود ربع اول و سوم چون در ربع اول هر دو مثبتن و در ربع سوم هر دو منفی هستند اینم خیلی قشنگ یه سری نکات اساسی را یادآوری کردم که خیلی خیلی خوب بفهمی و بدونی چون بهترین راه یادگیری حل تمرین هست حالا در بعدی گفته اگر یک به علاوه سینوس تتا یک به علاوه سینوس تتا مساوی با سه هفتم باشد و کسینوس تتا بزرگتر از صفر باشد زاویه تتا در کدام روب قرار میگیرد خب حتما باید باز حواست باشه دیگه سینوس سه هفتم میدونی از یک کوچیکتره پس مقدار سینوس تتا یه عدد منفی بوده و سینوس تتا کوچیکتر از صفره سینوس تتا در کدام روب ها کوچیکتر از صفره درسته؟ تو میدونی سینوس تتا در روبه سوم و ربع چهارم الان گفتم دیگه در سوال قبلی ده حل کردم سینوس تتا کوچکتر از صفره ولی از اونجایی که گفته که سینوس تتا بزرگتر از صفر باشد پس نتیجه میگیری ربع چهارم هست چون در ربع سوم کسینوس هم کوچکتر از صفره در ربع چهارمه پس جواب میشود ربع چهارم به همین سادگی اما سوال بعدی که یک سوال بسیار بسیار عالی و عالی و قشنگ هست با هم حلش کنیم گفت اگر تانجانت تتا پنج باشد حاصل عبارت چیه؟ تو میدونی که تانجانت و کتانجانت با سینوس و کسینوس رابطه دارن این هست سینوس تتا بر روی کوسینوس تتا و کتانجانت تتا هم میدونی که برابر است با برعکسش کوسینوس تتا بر روی سینوس تتا بر روی مثلث قاموس این بلدی به خاطر همین اگر این دوتا را در هم ضرب کنی عکس همن هر چیزی در عکس خودش ضرب بشود می شود یک ضرب در کوتانجانت تتا برابر با یک یا اینا رو ضرب کنی کوسینوس با کوسینوس میره سینوس با سینوس میره میشه جواب یک دیگه درسته حالا تانجانت من بس باید این را به جنس تانجانت تبدیل کنم است که هر چی در اینجا جمله این دو جمله است اینم دو جمله است همه را بر کسینوس تتا چیکار کنم تقسیم کنم یعنی بنویسم دو تا سینوس تتا بر روی کسینوس تتا منهای سه تا کسینوس تتا میتونیم بر همه را برای یه چیز تقسیم کنیم کسینوس تتا پایینم باید این کار انجام بدم سه تا سینوس تتا بر روی کسینوس تتا به علاوه کسینوس تتا بر روی کسینوس تتا یعنی همه را اومدم بر کسینوس تتا تقسیمش کردم دیگه این الان حل شد دیگه خودت به این نتیجه رسیدی کاملا حل شد وقتی که این کار انجام دادم چه اتفاقی افتاد خیلی خیلی ساده داری میبینی که این یعنی چی دوتا تانجانت تتا اینم که کوسینوس با کوسینوس میده منهای سه اینم سه تا تانجانت تتا به علاوه یک تانجانت تتا رو داده پنج به جاش میذارم یعنی دوی ضرب در پنج منهای سه بر روی سه ضرب در پنج به علاوه یک این میشود هفت این میشود شونزده یعنی حاصل عبارت بوده چقدر؟ هفت شونزده هم به همین سادگی خب حالا بریم ببینیم که بعدی را چی کار کنیم بعدی یه ذره نشته دارد حواست باشه بحث زوایای چی متمم من میدونم که زاویه 20 درجه خب هر زاویه ببین 20 درجه متمم یعنی چون جمع دو زاویه باشه و چقدر جمع دو زاویه بشود 90 درجه اونها میگن زوایای چی متمم متمم 20 از 70 یادت باشه اگر دو زاویه متمم بودن سینوس یکی با کسینوس دیگری برابره یعنی سینوس 20 درجه مساوی با کسینوس 70 درجه خیلی قشنگ شد در مورد تانجانت و کتانجانت هم برابره چون به خاطر اینکه 35 به علاوه 55 کنی بازم میشه 90 یعنی میتونی بگی تانجانت 35 درجه با کوتانجانت 55 درجه برابره اینا نکات بسیار بسیار مهم و حیاتی هستن که حتی در سال دوازدهم در فیزیک هم خیلی خیلی به دردت میخوره مخصوصا در بحث شکست نور حواست باشه خب حالا من میتونم به جای سینوس 20 درجه بذارم چی؟ کسینوس 70 درجه به جای کتانجانت 55 درجه هم میتونم بذارم چی؟ تانجانت 35 درجه خب خیلی قشنگ شد که کسینوس 70 درجه نکته داشت داخلش بر روی تانجانت 55 درجه این با این میریم با این میره جواب برابر با یک میشه به همین راحتی و به همین سادگی دیدی اصلا چیز سختی نبودش که ما بخوایم خدایی نکرده بترسیم بریم یه سوال دیگه از مسلسات حل کنم و بحث مسلسات برات به پایان ببرم در سوال بعدی گفته اگر سینوس تتا مساویس رادیکال دو پنجم باشد حاصل کسینوس دوی تتا بعدا به کتانجان دوی تتا را به دست بیارید خب من بیام از روی این اول بیام من میدونم که رابطه اصلی و اساسی مثلثات سینوس دوی تتا به علاوه سینوس دوی تتا مساوی با یک یعنی اگر یکی از اینا رو داشته باشم دیگری قابل حل کردن هست هیچ کار سختی نخواهد بود درسته خب بعد ببین الان من سینوس دارم یعنی بیزاش میذارم چی؟ رادیکال دو کلشه پنجم به توان دو به علاوه کسینوس دوی تتا مساوی با یکه یعنی از این میتونم بگم کسینوس دوی تتا مساوی است با این میشه به توان دو برسه رادیکال از بین میره دیگه یعنی یک منهای دو پنجم میشود سه پنجم درسته؟ حالا من کسینوس دوی تتا را میخوام دیگه اصلا دیگه نمیخواد کسینوس تتاش کنه یعنی به دست اومد از طرف دیگه میدونم که دو تا رابطه بسیار مهم مسلسات یک به علاوه تانجان دوی تتا مساوی است با یک بر روی کوسینوس دوی تتا اینا رو باید بلد باشم از همین رابطه به دست میاد اصلا چیز سختی نیستش خب زمانی است که طرف این رو بر کوسینوس دو تقسیم میکنم و همچنین اگر بر سینوس دو تقسیم کنم یکه به علاوه کوتانجانت دوی تتا مساویس با یک بر روی سینوس دو تتا از این فرمول این دوتا از این به دست میانا حواست باشه برای این فرمول اولی کافی هست که من این ترسه را بر کسینوس دو تقسیم کنم و موقع سینوس دو بر کسینوس دو میشه تانجانت دو این میشه یکی نمیشه یک بر کسینوس دو برای به دست آوردن این دو طرف را همه را بر چی تقسیم کنم بر روی سینوس دو تقسیمش کنم که این رابطه به دست میاد الان سینوس تتا را دارم سینوس توی تتام هم که میدونم دو پنجم هست کتانجانت دوی تتا را به دست میارم یک به علاوه کتانجانت دوی تتا برابر است با یک بر روی به جای سینوس دوی تتا میذارم چی؟ رادیکال دو پنجم به توان دو یعنی مساوی است با پنج دوم میشه این دیگه میدونی دیگه رادیکال با این میره برعکس میشه یک بر روش میشه پنج دوم یعنی کتانجانت دوی تتا برابر است با پنج دوم منهای یک می شود چقدر سه دوم درسته؟ حالا یه موقع رو اشتباه نکنه پنج دوم یعنی دوونیم دوونیم منهای یک یعنی یکونیم یکونیم یعنی سه دوم این هم اصول ساده ریاضیات فهمیدنه دیگه حالا الان کتانجان توی تتارم دارم کسینوس توی تتارم که داشتم سه پنجمه یعنی من در اصل باید بیام اینو میخوام دیگه کسینوس توی به علاوه کتانجان دوی تتا مساوی با چقدر میشه به جای کسینوس دوی تتا میذارم چقدر به دست آوردم سه پنجم به علاوه سه دوم و جواب میشود یه مخرج ده میدی به این شیش میشه اینم پون میشه بیست و یک دهم ده به همین سادگی به دست میاد سعی کردم با حل کردن این شش تا سوال مثلثات مطالب مثلثات را هم بهت گفته باشم بریم برگردیم بریم سراغ رادیکال ها و گویا کردن یه چند تا سوالم از اونها حل کنیم بریم بیایم خب بریم حالا در مورد فصل سوم توان و رادیکال سوال حل کنیم کدام مورد با معنی هست خب یادت باشه توان اینجا ریش فرج ریشه یا فرج پنجه فرجه فرد برای اعداد منفی ایرادی ندارد خب شما میدونی که ریشه یعنی این هست در اصل منهای ریشه پنجم منهای سی و دو هست منهای منهای دو برابر با دو خواهد شد دوباره فرجه فرد برای منهای شست و چهار یعنی هست منهای چهار یعنی ریشه سوم منفی شست و چهار هست منهای چهار ریشه زوج عدد مثبت ایرادی ندارد یعنی جواب این هست منهای 64 اول از این می شود منهای 8 اما اعداد منفی زیر رادیکال با فرضیه زوج بی معنی هست خب پس اینها معنی دارن این دارد این دارد این بی است عدد چهار با ریشه دوم 16 چه اختلافی دارد خب الان بخوایم ببینیم عدد چهار ما میدونیم که حاصل رادیکال 16 مساوی با چند چهاره یا میدونیم رادیکال 25 مساوی با 5 اما یه جایی باشد x2 مساوی با چی باشد 16 باشد از طرف این جذر بگیری میگی x2 مساوی است با رادیکال 16 اینجا جوابت x مساوی با به علاوه منهای 4 خواهد بود یعنی حواست باشی که این مطالب خیلی ساده را کاملا بلد باشی و بدونی دچار اشتباه نشی چون همین موارد ساده در ریاضی ما را دوچاره مشکل خواهد کرد شونزدهمین سوال هر عدد را در قالب یک رادیکال بنویسید ریشه سوم سه ریشه سوم پنج اگر اینجوری دیدی چند تا رادیکال داخل همن اول بیا از داخل شروع کن من میتونم الان از این بیخیال شم بگم سه ریشه سوم سه پنج رو بنویسم مساوی است با ریشه سوم سه رو ببرم داخل میشه سه به توان سه هیچ فرقی نمیکنه چون ضرب ضرب در پنج یعنی هست ریشه سوم بیست هفت ضرب در پنج یا به عبارتی هست ریشه سوم 135 حالا ریشه هفتم ریشه سوم 135 این بلدی دیگه این دوتا میتونن در هم ضرب بشن یعنی هست ریشه 21 م هفته 135 و در قالب یک رادیکال نوشتی. حالا ریشه پنجم رادیکال 81 بر روی ریشه چهارم بیست و هفته چجوری باید بنویسم خب من میتونم دوباره این را به این صورت که میخوام بنویسم گوش بده ریشه پنجمه بنویسم هشتاد یک اینه بیام چه کارش کنم این بنویسم ریشه چهارمه چون پایین میبینم هشتاد یک به توان چهار بر روی ریشه چهارم و بیست و هفته. درسته؟ بعد الان این چی میشود میتونم دو تا رادیکال صورت مخرجی یکی کنم بنویسم ریشه پنجم ریشه چهارم 81 به توان 4 بر روی 27 قبوله خب این دوتا رو در هم ضربش کنم بنویسم ریشه 20م 81 به توان 4 بر روی 27 البته می شود این را باز هم داخل این ساده تر کرد درسته؟ چون من میدونم که سه به توان چهار میشه بیست و یعنی اینجوری این بنویسمش بنویسم ریشه بیستم قصه بازی دیگه اینا 81 یکی بنویسم سه به توان چهار به توان چهار درسته؟ بر روی بیست و بنویسم سه به توان سه یعنی مساوی با ریشه بیستم سه به توان 16 بر روی سه به توان سه این با هم ساده بشن بشود ریشه بیستم سه به توان سیزده خیلی قشنگ دقت کن اینا رو خیلی خیلی خوب یاد بگیر ببین که خیلی چیز سختی نیستش خب حالا سوال بعدی به من چی میگه تجزیه کنیم ما درسته در تجزیه عبارت هایی که به صورت جمعی و تفریق هستند ما میایم به صورت معمولا هم از اتحاد ها کمک میگیریم میایم به صورت چی می به صورت حاصل ضرب چند تا چند جمله ای در هم دیگه خب این الان بهترین کار برای x به علاوه x2 به علاوه x منهای سه من سه تا منهای 1 می نویسم چیزی نداره که هر کدام از این منهای ها رو به اینا میدم یعنی مرتبش میکنم میتونم بنویسم x3 منها یک به علاوه x2 منهای یک به علاوه x منهای یک خب این یاد اتحاد چی میندازه ما را ما میتونیم از اتحادها کمک بگیریم دیگه درسته هیچ اصلا چیز سختی نخواهد بود اتحاد چاق و لاغر اتحاد مزدوج و ایکس منهای یک هم که خودشه با اتحاد چاق و لاغر اینه میتونم بنویسم x منهای یک در x دوی به علاوه x به علاوه یک دیگه اینه باید بلد باشی دیگه a سه چون یک به توانست میشه منهای b سه اتحاد چاق هست a منهای b در a دو به علاوه a b به علاوه بی درسته به علاوه b دو یک به توان تو درسته باید بلد باشی خب حالا چون در نهم اتحاد ها رو میخونی دیگه در دهم ده که نمیخونی که باید اینا پیش نیازش ها اشاره میکنه سوال خیلی قشنگ این اینجوری نوشتم به علاوه اینه چی مینویسم اتحاد مزدوج ایکس منهای یک در ایکس به علاوه یک آدو منهای بی دو یک به علاوه ایکس منهای یک اگر دقت کنی الان همه ای اینها ایکس های یک در بینشون چیه مشترک پس میتونی از ایکس منهای یک فاکتور بگیری میشود ایکس منهای یک از اولی میمونه ایکس دوی به علاوه ایکس به علاوه یک از دومی میمونه ایکس به علاوه یک از اونم میمونه همون به علاوه یک درسته؟ این جمع جورش کنی میشود ایکس منهای یک در ایکس 2 یک x و یک x به علاوه دو x به علاوه سه تا یک هم به علاوه سه ببین یعنی این را به صورت کاملا حاصل ضرب در آوردم یعنی حاصل ضرب اینه درسته اگر بخوایم انجام بدیم قطعا همینا رو ضرب کنیم دونه دونه اون در میاد اما بریم ببینیم که برای ب باید چه کار کنیم باید حواست باشه چیز سختی اصلا نیستش برای ب باید چه کار کرد برای B من باید بیام چیکار کنم x4 به علاوه 3x2 به علاوه 4 چه جوری میتونم اینو سادهتر بنویسم این اصلا اتحادی نیست که همه جمع من برای این بیام یه کار خیلی خیلی قشنگ انجام بدم یه دونه x2 اضافه کنم یه دونه x2 کم کنم یعنی بنویسم به علاوه x2 منهای x2 خب به X2 کنم میشه باید X4 یه دونه هم X2 اونجا هست چهار X2 بعد اونجا چی هست به علاوه چهار منهای X2 درسته خب این دیگه کار سختی نخواهد بود این حاصل یه دونه اتحاد اتحاد X2 به علاوه 2 به توانه 2 هست درسته منهای X2 این یاد آدومن های بی دو ما را میندازد یعنی میتونم بنویسم x x2 به علاوه 2 من x در x2 من درسته x2 به علاوه 2 به x بنویسم x2 من های 2 من هیچ فرقی نمی کند. این به دیدی به حاصل ضرب تبدیل شد حالا این چقدر قشنگ X6 باز هم باید اول از اتحاد مزدوج استفاده کنم یعنی این که این را بنویسم به این صورت یه ای ذره اینا رو دقت کنم ازای قشنگی یعنی کمکت میکنه که تسلطات در ریاضی بالا بره بنویسم X6 منهای یک اول از اتحاد مزدوج استفاده کن میتونی بنویسی X3 منهای یک در X3 به علاوه یک بعد جالب هر کدام از اینا آسه منهای بیسه یا این آسه و علاوه بسته از اتحاد چاق و لاغر استفاده میکنی یعنی آسه و علاوه هم میدونم هست آیه و علاوه بی در آدوی منهای آبی و علاوه بی دو. از این استفاده میکنه اتحادهای های چاقو لاغر اولش از اتحاد چی استفاده کردم از اتحاد آدو منهای بیدو دو مساوی است با یعنی به آی من اینجا چی هست یعنی همون هست x به توان دو منها یک به طوان... یک به توان سه به توان دو هیچ فرقی نمی کنه که یک میشه دیگه نه از به راحتی میتونی این استفاده کنید حالا اینه به چاق لاغر همشون این میشود چی این میشود x منهای یک از این استفاده میکنم در x دوی به علاوه x به علاوه یک در اینه بنویسم چی؟ x به علاوه یک در x توی منهای x و علاوه یک همش به حاصل زد چی شد؟ تبدیل شد حالا در این سوال میخوایم مخرج این کسرها رو چیکار کنیم؟ گویا کنیم به چه صورتی در اینجا عمل کنیم گویا کردن یعنی اینکه من کاری کنم که در مخرج دیگه رادیکال وجود نداشته باشد خب بریم ببینیم الف را میخوایم چه کار کنیم الف هست چی؟ دو بر پنج ریشه سوم ایکس درسته؟ من باید بیام اینه چیکار کار کنم؟ چی کار کنم که رادیکال از بین بره صورت مخرج را در راد ریشه سوم ریشه سوم ایکس دو ضربش کنم اینم در ریشه سوم ایکس دو ضربش کنم هر... چون میدونی دیگه این هر چیزی بر روی خودش میشه یک یعنی در اصل در یک دارم اینو زرد میکنم کار خاصی انجام نمیدم که یعنی این میشود الان چی میشود دو ریشه سوم x دو درسته بر روی پنج در ریشه سوم x ضرب در x دو یعنی همون میشود چی دو ریشه سوم x دو پنج ریشه سوم x این باید میپره یعنی در اصل میشود دو ریشه سوم x دو بر روی 5 x خیلی خیلی ساده این هم بیام چیکارش کنم چون ریشه پنجمه باید یه کاری کنم به x 5 تبدیل بشه یعنی باید در ریشه پنجم x ضربش کنم یعنی دو بر روی ریشه پنجم پنج ریشه پنجم x دو باید یه کار کنی رادیکال از بین بره دیگه باید ضربه در ریشه پنجم x کنی صورت را هم باید در ریشه پنجم x ضربش کنم مخرج کسرا رو گفته بودم گویا کن دیگه درسته خب یعنی الان می شود دو ریشه پنجم x اینم می شود پنج ریشه پنجم x 2 ضربه در x یعنی می شود دو ریشه پنجم x بر روی پنج ریشه پنجم x پنج دیگه جمع توانها بلدی لدی پایه های که دیگه این با این میره یعنی جواب می شود دو ریشه پنجم x بر روی پنج x اینم گویا شد یعنی اینکه رادیکال دیگه در مخرج وجود ندارد اما سومی کاملا حواست باشه باز باید از اتحاد چاقلاغر استفاده کنید اتحاد چاقو لاغر اینه یعنی آ در نظر بگیرینی بی آی منهای بی را در آدوی به علاوه آبی به علاوه بی دو ضربش کنی حواست باشه اتحاد چاقو لاغر دقت کن اینا چیزهای سختی نیستن به همین سادگی اگر خوب یاد نگیری فردا در جاهای مختلف مثلا یه عبارتی در دوازدهم بهت میدم مشتق میخوای بگیری اگر بخوای فرمولای مشتقه بری نیمیشه ولی میخوای سادش کنی یه راهش مثلا گویا کردنه باید این رو بلد باشی یعنی بیایم بگیم چی دو بر روی پنج ریشه سوم x منهای دو از آی منهای بی را اگر خواستی گویا کنی باید در آدوی و علاوه آبی و علاوه بی دو همون تا چاقلا استفاده کنی و ضربش کنی یعنی این الان ضربش کنم آی من یعنی چی؟ پنج ریشه سوم X به توان دو به علاوه آبی دو در پنج ریشه سوم X به علاوه ب... به توان دو یعنی به علاوه چهار درسته؟ خب حالا این وقتی که در این ضرب کنم الان چه مفهومی را میده؟ این مگر نمیشه آسمن های بسه درسته؟ یعنی به این تبدیل میشه این بالایی هم همین خودش خواهد شد دیگه دو در پنج ریشه سوم x به علاوه این دو در اینا زد میشه دو ریشه پنج ریشه سوم ده در از دو ضرب در پنج میشه ده دیگه اینه هیچی دیگه یعنی ده دو ضرب در پنج ریشه سوم x به علاوه دو به توان دو یعنی چهار خب این حاصلش میشه چی؟ آسه منهای بسه یعنی میشود چی؟ پنج پنج ریشه سوم آ آسه دیگه یعنی آی من اینه دیگه آ سه پنج ریشه سوم ایکس به توان سه خب این با این میره ایکس میاد بیرون پنج به توان سه هم میشه چقدر منهای به سه من دو بوده یعنی منهای هشت یعنی در از شد صد و 25x منهای 8 حواست باشه بالایی هم دیگه خودشه می نویسی دو در پیتریشه چون گفت بودم مخرج را به علاوه دو یه در پنج ریشه سوم x علاوه چهار یعنی مخرج باید به 125 منهای x برسی اینم از بحث رادیکال و گویا کردن که خیلی خیلی خوب یاد گرفتی حالا باید بریم برگردیم بریم سراغ معادله درجه دوم و سهمی از اون حل کنیم بریم برگردیم بیایم خب بریم حالا از فصل چهارم معادله درجه دوم و نمودار آن یه سری سوال حل کنیم قشنگ مسلط بشیم یه معادله اینجا هست ما میخوایم اینو به سه روش مربعی کامل تجزیه و دلتا حلش کنیم در روش مربع کامل ما سعی میکنیم که ضریبه بذار اینه من یه ذره دروشترش کنم الان خوبه دیگه درسته ضریب x دو یک باشد پس میام چه کار میکنم همه را روش مربع کامل دارم میگم ها. دیگه چهار اینور فعلا پیلن نمیارم میام همه را به سه تقسیم میکنم به سه تقسیمشون کنم دو طرف را جواب میشه چی؟ x دو به علاوه یک سوم x مساوی است با چهار سوم در روش مربع کامل ما باید بلد باشیم بیایم چیکار کار کنیم ضریب x را راهمون اینه ضریب x را نصف میکنیم به توان دو میرسانیم این روشش اینه دیگه بس اول یه کار میکنی ضریب x تو یک بشه یعنی اگر دیدی ضریب x تو یک نیست همه را به ضریب x تو تقسیم میکنی تا زریب ایکس بشه یک این کار کردی زریب x نصف میکنیم یعنی یک سوم را تقسیم بر دو میکنیم یعنی میشه چقدر یک ششم بعد هر چی به دست اومد به توان دو میرسانیم یعنی یک ششم را به توان دو میرسانیم به طرفین اضافه میکنیم منظور از طرفین یعنی هم سمت چپ هم سمت راست اضافه میکنیم یک چی ساخته میشه برای من قطعا یک خدمتت ارز کنم که مربع کامل ساخته خواهد شد یعنی الان میام این را چجوری می نویسم می x2 به علاوه یک سوم x به علاوه این به توان دو برسیمش یک سی و شیشوم. درسته؟ به علاوه یک سی و مساوی است با چهار سوم به علاوه یک سی و شیشوم. درسته؟ خب الان باید چیکار کنی همینجا می پاک میکنم دونه دونه حالا روش تجزیه داره دلتا داره اینا رو حل کنم میخوام با یه معادله سه تیر را شلیک کنیم به یک سه هدف بزنیم یا به قول یک تیر را شلیک کنیم به سه هدف بزنیم درسته خب حالا این مربع کاملش می شود x به علاوه یه گوش بده یک شیشم به توان دو خیلی قشنگ شد x به علاوه یک ششم به توان دو قطعا میشه این چهار سوم و علاوه یک سی و کنی جوابش مخرج مشترک بگیری خدمتت ارز کنم که میشود چقدر چهل و نه سی و شیشم چقدر جالب شد ایکس به علاوه شیش به اینم مربع کامل اینم مربع کامله تو میدونی وقتی که ایکس دوی به توان مسابقه عددی شد یعنی ایکس به علاوه شیش یک شیشم از میکنم مساوی است با به علاوه منهای جذر اینه گرفتیم دیگه یعنی میشه بعد هفت شیشم درسته؟ خب یک بار ایکست به دست میاد ایکس مساوی است با هفت شیشم و میذاری اینه میبریم و میشه منهای یک شیشم میشود یک هفت شیشم یک شیشم ازش کم کنی جواب میشود چقدر یک درسته؟ خب میشه شیش میشه یک دیگه یه بار هم میگه ایکس مساوی است با منفی 7 ششم منهای 1 ششم به دست میاد x منهای چهار سوم این خودت بلدی درسته منهای 8 میشه میشه منهای 4 سوم یعنی الان به روش مربع کامل معادلت حل کردی روش دوم میخوایم بریم روش تجزیه چون برای حل معادله درجه دوم راه های مختلفی وجود دارد یکیش روش مربع کامل هست یکیش روش تجزیه هست در تجزیه یادت باشه ما همیشه دنبال این هستیم که از اتحاد یه جمله مشترک استفاده کنیم اتحاد یه جمله مشترک میدونی یعنی چی دیگه یعنی من میخوام بگم x2 به علاوه A به علاوه b در x به علاوه آی, به علاوه بی در به علاوه ای ضرب در b درسته؟ خب اینه دیگه یعنی دنبال دو تا عدد میگردی x x با a و b درسته به علاوه a به علاوه b به جوابش میشود این درسته این باز شدهشه درسته این تجزیه شدهشه یعنی من باید کاری کنم اینه به این شکل در بیارم در چنین روشی خب باید زری x رو حالا دیدی اونجا به سه تقسیم میکردی این کاری کنی که مجزور کامل بشه درسته؟ خب الان x هست جذر x را x2 x ولی سه نیست بس در یه سه ضربشون میکنی همه را در یه سه ضربش کن میشود همه را ضربه در سه کنم درسته میشود چقدر 9 x 2 به علاوه 3x مساوی با 14/12 اونم میارم این ور چون میخوام اتحاد یه جمله مشترکش کنم منهای 12 مساوی با 0 درسته الان اگر من یه ذره دقت کنم این مجزور 3 اکسه دیگه بس دوتا تا مینویسم مینویسم 3x در 3x مساوی با صفر. دنبال دو تا عدد میگردم که حاصل ضربشون میشه منهای دوازده حاصل جمعشون میشه سه خب دو تا عدد من یکی به علاوه چهاره یکی منهای سه درسته اگر من دقت کنم درسته حاصل ضربشون بشود منهای بعد اگر اشتباه نکنم اینجا دیگه سه ایکس به علاوه آره حواسم باشه چون به ضرب در این ضرب در سه کردم ها. اینه نگی چرا اینجوری دارم میگم یعنی در از همون یک ایکس منه یعنی شما میتونی اینه به دست بیاری همین میشود درسته منهای سه ضرب در چهار یعنی دنبال این فقط بگرد میشه منهای دوازده بعد جمعشون مثبت میشه مثبت یک چون در یه سم ضرب شده بود درسته این الان جواب اتحاد منه درسته در از یک دونه سه دیگه این یک 3 x در نظر میگیرن این حواسم باشه یک دونه سه اکس بده چون سه ایکس در در از ببین شما وقتی که اینی میگی حاصل جمع چهار و منهای سه میشه مثبت یک درسته در مشترک مشترک سه x دیگه میشه چی؟ 3 x یعنی در از این هست یک ضربه در سه x این حواست باشه کار سختی نیست من قبلش در چون اینجا در اصل 3 ایکس ضریبش یک میشه خب حالا اینه من باید دو... جدا جدا مساوی 3 x ایکس منهای سه را مساوی با صفر قرار بدم از اینجا x به دست میاد یک مثل باید حل میکنم یه جواب بده دیگه 3 ایکس و علاوه چهار را مساوی با قرار... صفر قرار بدم 3 ایکس مساوی منهای چهار x به دست میاد منهای چهار سوم دوباره مثل قبلی دیدی حل شده جوابا به دست اومد خب اما مونده روش دلتا دوتا خب میدونی حتما دوتا ریشه دارد دلتاش از صفر چیه بزرگتره درسته دلتا از صفر بزرگتر هست خب به روش دلتا بخوام حلش کنم میام چه کار میکنم باید مشخص کنم در اینجا دیگه اینجا دیگه هیچ کاری رو معادله نمیکنم یعنی خودش می نویسم 3x2 به علاوه x منهای چهار مساوی با 3 میگم آی من 3 b من 1 c من منهای چهاره درسته روش دلتا می حلش کنیم دیگه چیز سختی قطعا نیستش بعد میدونی که دلتا برابر است با b2 منهای 4 a c یعنی مساوی است با یک به توان دو منهای منهای چهار ضربه در سه ضربه در من بذار اینجوری به ترتیب بگم منهای چهار ضربه در آی من سهه ضربه در دوباره سیه من منهای چهاره یعنی جواب من دلتا برابر خواهد شد با چقدر اینه میدونی دیگه یعنی یکه علاوه چهل و هشت شد چهل و نو چقدر جالب بعد میدونی در روش دلتا ریشه هات دو جور یکی از ریشه ها هست x یک مساوی است با منهای b به علاوه رادیکال دلتا بر روی دو a و یکی از ریشه هات هست منهای b منهای رادیکال دلتا بر روی دو a یعنی جایگزینی میکنی مساوی است با منهای b بی. b من یک یعنی منهای یک به علاوه رادیکال دلتا رادیکال 49 میشه هفت بر روی دو آ بر روی شیش درسته؟ این می شود شش شیش و می شود یک دوباره یکی به دست اومد این می شود چی؟ ایکس دو مساوی است با منهای بیه من... دیگه منهای بی چرا من می نویسم خود یعنی منهای یک منهای هفت بر روی شیش منهای هشت شیش یا همان منفی چهار سوم یعنی اومدیم یه معادله درجه دوم دوتاری ریشه دار رو یاد بگیر به این سه تا روش بلد بشی و حلش کنی چیز سختی قطعا نخواهد بود اصلا نباید نگران موضوع باشی و بگی که سخت اما رسیدیم به قسمت رسم نمودار معادله درجه دوم شکل سهمی ما میخوایم با حل این سوال ها تسلط کافی و صد درصد بر روی ریاضی دهم ده پیدا کنیم و بدونیم موضوعاتش چی هست خب من میخوام معادله رسم کنم من میدونم حالت کلی معادله درجه دوم AX2 به علاوه BX به, به علاوه C من میدونم اگر A ضریب X بزرگتر از صفر باشد سهمی من مینیموم دارد دره دارد رأسش دره ایه درسته اگر آ کوچکتر از صفر باشد ماکسیموم دارد اصلا چیز سختی قطعا نیستش خب حالا شما میدونید دو تا ریشه داره دیگه من الان اون ریشه ها رو الان چیکار کردیم ما میتونیم به دست بیاریم در داخلش برای یکی مثلا به دست آوردیم حالا کاری ندارد ما برای اینکه این را اولی را بگم ایگرک مساوی با منفی بحلابی x دو به علاوه x به علاوه دو هست یادت باشه یک فرمول را در رأس سهمی رأس سهمی یک دارد یه طول رأس است طول رأس از همیشه از رابطه منهای بی بر روی دو آ به دست میاد یعنی بیت اینجا چقدر یکه یعنی منهای یک دو آ آتم منهای یکه بر روی منهایی دو ضربه در یک یعنی میشود یک دوم طول رأس سهمی هست ایکسش هست یک دوم حالا میخوای ایگرگشه به دست بیاری کافیست در اینجا به جای ایکس ها یک دوم بذاری عرض رحصت هم به دست بیاری دیگه کار سختی نخواهد بود یعنی بگی ایگرک موساوی است با خیلی خیلی ساده جایگذاری میکنم میام میگم چی؟ مم... یک دوم شد دیگه منهای یک دوم به توان دو به علاوه یک دوم به علاوه دو خب اینکه دیگه کاری ندارد خیلی خیلی ساده ببین نگاه کن چی دارم بهت میگم یک دوم به تواندو میشه یک چهارم یعنی منهای یک چهارم من میگم منهای 25 صدم قدرتی یاد بگیریم دوونیم یعنی اینم به علاوه دوونیم دوونیم منهای 25 صدم میشه دو و 25 صدم دو و 25 صدم را میخوای بنویسی میتونی بنویسی چقدر 9 چهارم یه ذره زرنی باشی نه را به چهار تقسیم میکنی میشه دو و 25 صدم درسته خیلی خیلی ساده خب یعنی الان من طول رأس و عرض رأس دارم کافی سهمی خودم رو بکشم حتما سهمی من کدوم شکل این شکل آ کوچکتر از صفره هست چون آ برابر با چقدر آ مساوی با منهای یکه و کوچکتر از صفره یعنی اینو میکشم درسته بر روی محورهای مختصات میام چیکار این یک باشد این یک دومه عرض این طول اینم دو و چقدر بود 25 صدم از اینجا میرم بالا این رأس سهمی منه بعد بخوام رسمش کنم به این صورت خواهد بود درسته به این صورتی که دارم میگم خواهد بود حالا خدمتت عرض کنم که نگاه کن میتونی این را بیای بگی که الان در چه نقاطی محور ایکس را قطع کرده فقط برای این حل میکنم بدونی ببین منهای x2 به علاوه x به علاوه دو درسته از حالتهای خاص معادله درجه دومه زمانی که دیدی b مساوی است با a به علاوه c هست الان آ چقدر منهای یکه b چقدر یکه و سی دویه در معادله درجه دوم هرگاه دیدی b یعنی ضریب x با جمع این دوتا قبول داری الان یک مساوی است با دوی منهای یکه درسته؟ حل دیگه یکی از ریشه هات حتما منهای یکه و ریشه دیگری هستی منهای سی اوم یعنی x2 مساوی است با منهای سی اوم یعنی منهای دو بر روی منهای یک یعنی دویه یعنی این اینجا در اینجایی که قطع میکنه دو قطعش میکنه اینه در کجا قطع میکنه در منهای یک قطع میکنه چون ریشه های معادله درجه دوم دو تا ریشه دارد یعنی جاهایی که داره محور ایکس ها را قطع میکنند یعنی جایی که داره محور ایکس ها را قطع میکنه ببین کلی برات نشته گفتم رأس به دست بیار با توجه به آب فهم که قله داره یا دره داره و همچنین میتونی با حل معادله درجه دومت بگی که نمودارت کجاها محور ایکس ها را قطع کرد چون ریشه ها مکانهایی است که ایگرگ صفره دیگه هر نقطه روی محور ایکس ها صفره یعنی و معادله را میخوای حل کنی مگر نمیگی ایگرگ مساوی با منهای ایکس دو به علاوه x به علاوه دو مساوی با صفر قرار میدی یعنی x هایی پیدا میکنی که ایگرگ صفر بشه یعنی جاهایی که نمودارت داره محور ایکس ها را قطع کند ببین چقدر مفصل و جامعه دارم توضیح میدم پس واقعا باید لایک و کامنت همراهش باشه اما بریم دومی هم با هم دیگه بحثش کنیم و ببینیم چی هست اصلا چیز سختی نیستش خب در دومی اومدم گفتم یک مساوی با دو ایکس دو خب دوباره الان دیگه با این کامل توضیح دادم بلدی میخوام بگم اول رأس طول رأسه به دست بیار ایکس مساوی اولا آ چی هست بزرگتر از صفر بس حتما سهمیت این شکلیه ضریب X دو تعیین میکنه سهمیت یعنی الان مینیموم دارد طول رأس به دست بیار مگر نگفتیم منهای بی بر روی دو آ هست یعنی مساویه با منهای بی یعنی منهای چهار چون بی چهار اینجا آ دوی بی چهار سی منهای سه درسته؟ خب اینه میخوام الان به دستش بیارم باید چکارش کنم؟ باید بیام بگم منها بر روی دو آ خدمتت عرض کنم که می شود یعنی دو در در دو چهار درسته؟ یعنی منهای یک رأس طولشه حالا ارزش چجور به دست میاریم می منهای یک در معادله میذارم دو در منهای یک به توان دو و علاوه چهار در منهای یک منهای سه خب اینم کار نخواهد داشت مساوی است با دو منهای چهار منهای سه میشود چقدر؟ میشود منهای پنج درسته؟ یعنی اینکه اگر میخوای این را رسمش کنی به این صورت عمل میکنی و تمام ببین چقدر ساده بود و حلش کنی ریشهات دیگه خودش به دست بیاری به روش دلتا برو بعد خدمتت ارز کنم که یعنی الان اگر من بذارم اینو یه ذره قشنگ تر میکشیدم تو هم خوشت میامد یعنی روی خط بکشمش درسته آهان خب من اومدم گفتم که چی؟ بذاریم بینیم بالاتر میره دیگه راه داره نداره نداره خب میگم منهای یک درسته این منهای یک بعد منهای پنج هم. مثلا فرض کنم این, این میشه بعد رأس سهمی من درسته ولی چون آب از صفر بود باید, باید با اینجوری بکشم جاهایی که داره قطع میکنه اینا میشن چی؟ ریشه های معادله من بعد میبینی که اصلا و اصلا اینا سخت نیستش میتونی خیلی خیلی ساده بلد باشی و حلش کنی خب بریم ببینیم بعدش چی دارم حالا گفته مجموع ریشه های حقیقی معادله چنین چیزی دیدیم باید چکار کنیم از روش تغییر متغیر از روش تغییر متغیر می رویم در روش تغییر متغیر یعنی x2 به علاوه x را فرض میکنم t هست درسته؟ خب این t باشد یعنی میتونی اینه بذاری, بزار بذاری t اینم بذاری t یعنی میشود t2 منهای 18 t به علاوه 72 دو دو مساوی با صفر درسته؟ اینکه کاری ندارد دیگه به راحتی اینجا اتحاد جمله مشترک ساخته میشود میگی t در اولین کاری که انجام میدی برو سراغ اتحاد جمله مشترک تی خب دنبال دو تا عدد بگرد که حاصل ضربشون میشه چند هفتاد و دو درسته حاصل مثبت حاصل جمعشون میشه منهای 18 خیلی جالب منهای شیش و منهای دوازده است خیلی ساده پس یکی از ریشه ها 6 شیشه اینجا با توجه به یکی از ریشه ها تی مساوی با 12 است چون این داره مساوی با صفر قرار بدیم منهای 6 میره اون بر من های میره اون بر اینا میشن ریشه ها تی مساویه با دوازده باشد من دنبال ایکس هم حلش کنم دیگه یعنی اینکه خب یه بار میام x2 به علاوه x را چقدر جالب شد مساوی با 6 قرار میدم چقدر جالب شد x2 به علاوه x ای منهای 6 مساوی با 0 درسته اینم باز اتحاد جمله مشترک x به علاوه 3 در x منهای دو مساوی با صفر یه x من هست منهای 3 یه x من هست دو این دوتا فعلا ریشه پیدا کردم خب حالا از من میگه مجموع ریشه های حقیقی چند تاست این حواست باشه خب حالا میام یه بار دیگه هم x2 به علاوه x تی فرض کرده بودم دیگه مساوی با 12 قرار میدم وقتی مساوی دوازده قرار میدم دوباره میشود x2 به علاوه x منهای دوازده مساوی با صفر اتحاد جمله مشترک x به علاوه چهار در x منهای سه مساوی با صفر یه x به دست میاد منهای چهار x دیگه به دست میاد سه مجموع این عددها ها با هم دیگه سه و دو پنج میشود چقدر منهای دو میشود یعنی اگر این سوال را بیان سوال چهار جوابی تو کنکور بدن ما حواسمون نباشه اشتباه فاحش میکنیم مجموع ریشه ها یعنی اول ریشه ها را به روش تغییر متغیر به دست آوردم و این کار انجام دادم خب در سوال بعدیش میگه که به ازای این خیلی سوال قشنگیه این سوالا رو نگاه کن تره های کنگون هم به این نو ها خیلی علاقه دارن خیلی خیلی علاقه دارن خب یعنی یک نامعادله باید اینجا حل کنی یک نامعادله بله باید یه نامعادله حل کنی سوال چی میگه؟ میگه به ازای چه مقادری از ایکس نمودار زیر خط y مساوی اگر گفت زیر خط y ببین گوش بده یعنی ایکس به علاوه دو زابطه را بنویسید دوی منهای ایکس کوچکتر از سه باشد گفته بود اگر زیر خط و روی خط قرار بگیرد میگم کوچکتر یا مساوی با اگر بگه بالای خط ایگرک مساوی با سه باید میگه نوشته ایگره این بزرگتر است چون گفته کوچکتر از سه باید این نامعادله رو حل کنم سه باید تشریف بیاره این ور ایکس و علاوه دو و روی دوی منهای ایکس منهای سه مخرج یک بدی کوچکتر از سفر و اینجا یه مخرج مشترک بگیری مخرج مشترک دوی منهای x اینم سه در دوی منهای x میشه باید x به علاوه دوی منهای 6 به علاوه سه x چقدر جالب شد کچکتر از صفر یعنی این جمع جورش کنی چهار x منهای چهار بر روی دوی منهای x کچکتر از سفر چقدر جالب حالا این نامعادلت باید حل کنی چه مقادری از x درسته یه بازه باید بهت بده برای اینکه این را حل کنی من بهت یاد دادم باید ریشه صورت و مخرج به دست بیاری ریشه صورت 4x منهای 4 مساوی با صفر x مساوی با 1 دوی منهای x مساوی با صفر x مساوی با 2 هست خب بعد بیای جدول تعیین علامت بکشی بگی x ریشه هات کوچیک یک بزرگ دو درسته اینجا درسته اما باید حواست باشه ریشه صفر مورد قبول نیست اینا صفرهای تو هستن درسته من میام یکی یکی اینه بگم اول اینه بگم ببینم ریشه این شد یک علامت ضریب ایکس مثبت اینجا صفر و بس طرف راستت چی هست مثبت سمت چپت منفیه اما دویمنهای منهای ایکس در این نویسی اینجا صفر ولی میگی چی قبول غیر قابل قبوله چون ریشه را جز درست صفرش ها ولی ضریب ایکست منفیه و سمت راستت منفیه سمت چپت چی میشه مثبت می شود از من پرسیده بود کجاها کوچکتر از صفر میشه دیگه این باید چی باشد کوچیکتر از صفر باشد من حالا برای اینکه این را بفهمم میدونم منفی تقسیم بر مثبت میشه منفی مثبت تقسیم بر مثبت 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 تقسیم بر منفی منفی چون 4x منهای 4 بر 2 منهای x تقسیم داره میشه درسته خب بس کجاها جواب من خواهد شد نگاه کن یکی از منهای بینهایت تا این یکی هم از دو تا مثبت بینهایت یعنی بس اینجاها منفی است چون دارم میگم کوچکتر از صفر یعنی جواب رو مینویسم منهای بینهایت و یک اجتماعش با دو و مثبت بینهایت جواب من خواهد بود دیدی که اصلا کار سختی نیستش حواست باشه اصلا نباید بترسیم ما درسته؟ خب بریم دو تا سوال دیگه از اینجا حل کنیم و بحث سهمی و معادله درجه دوم هم اینجا کمک کرده باشم که کامل مسلط شده باشی و امیدوارم که تا اینجا حوصله داشتی نگاه کردی فیلم های بلند حوصله میخواد گفته جواب این نامعادله رو تعیین کن درسته؟ خب باید چیکار کنی حتما چهاره باید بیاری این بر درجه دومه حلش کنی گوش بده میام میگم یک بر روی x منهای x دو بزرگتر مساوی با چهار از این نتیجه میگیرم یک بر روی x منهای x دو منهای چهار بزرگتر مساوی با صفر خواب از این یه مخرج مشترک میگیرم میشه بعد یک منهای چهار ایکس به علاوه چهار ایکس دو و روی ایکس منهای ایکس دو بزرگتر یا مساوی با صفر درسته؟ خب اگر یه ذره دقت کنم این یه اتحاده بله دو ایکس منهای یک یه حواست باشه چنین چیزی خوردی که ایکس تو دیدی x دیدی عدد دیدی حتما به اتحاد فکر کن دو ایکس منهای یک به توان دو هست درسته؟ بر روی x منهای x دو بزرگتر یا مساوی با صفر من این میدونی دیگه این زمانی که اتحاد اول یا دوم داری معادلت ریشه مضاعف دارد خب من ریشه اینه بخوام به دست بیارم دو x منهای یک را اگر مساوی با صفر قرار بدم x مساوی با یک دوم می شود این ریشه ریشه مزاعفه یعنی تکرار می شود چون این عبارت هست دو ایکس منها یک در دو ایکس منها یک مساوی با صفر هر دفعه یه چیز را مساوی با صفر قرار میدی ریشه مضاعف حتما دلتا برابر با صفره حتما دلتا برابر با صفر است باید حواست باشه خوب یاد بگیری ریشه مضاعف زمانی است که دلتا برابر با صفر باشه حالا خودت خواهشان دلتا را به دست بیار ببینم آره دیگه دلتا را به دست بیاری در این معادله آ چند چهاره بیت هم منهای چهاره سیت برابر با یکه مگه دلتا نیست بی دو منهای چهار آسی یعنی منهای چهار به توان دو منهای چهار ضرب در یک ضرب در چهار میشه شونزده یه منهای شونزده مساوی با صفر این هست ریاضی را عمیق یاد گرفتن نه حفظ کردن حالا این ریشه مضاعف در تعین علامت داستان بسیار, بسیار جالبی دارد حواست باشه داستانش بسیار جالبه ریشه مضاعف خب پس یک ریشت ریشه مضاعف x مساوی با یک دومه ریشه بعدی را بخوای به دست بیاریم ریشه مخرج را باید ولی ریشه های مخرج جز غیر های تو هستن ولی باید برای تعیین علامت به دستش بیاری x در یک منهای x یا x مساوی با صفر یا یک منهای x مساوی با یک یعنی الان صفر دارم. دارم یک دارم یک دوم دارم سلام بر تو ای جدول تعین علامت آمدم که وایسا بریم خب من در اینجا رسمش میکنم جدول تعین علامت را ببین در جدول تعیین علامت خب حواست باشه من باید اکسه بنویسم سه تا اکس به دست آوردم یکیشی یک دوم یکیشی صفر یکیشی یک این فرزم میذارم صفر یکیشه میذارم چند این نقطه مثلا میذارم اینم یک دو و من اینجوری من میدونستم جا بشه اینم میذارم یک خب برای دوی منهای ایکس یک دوم سفرته برای دو ایکس منهای یک به توان دو ریشه مضاعفه در ریشه مضاعف علامت ایکس چیه؟ ایکس, ایکس تو به طوان دو به توان دو برسته میشه چهار ایکس مثبت میشه این همیشه در ریشه مضاعف سمت راست و چپ ریشه علامت یکسانه یعنی اگر اینجا فهمیدین چهار ایکس و مصبته اینم مثبته اما برای این دوتا ریشه دارم درسته حالا این را باید چیکار کنم خب من برای این یکی هم بس اینا رو میدونم اینجا مثبت مثبت اینجوری بنویسم تره چون دارم اینا رو ما هم تقسیم کنم خب اما برای این x دو خب ضریب چیه منفی هست حواست باشه و سمت راستت میشه منفی یک ریشه این درست این میشه مثبت چرا بالاتر باید میذاشتم اصخایی میکنم منفی مثبت درسته این قسمتی که مثبته دیگه چون اینجا ریشه ای برای این وجود نداره نه این میشه این این ورش میشه منفی من دنبال جایی میگردم که x هم بزرگتر مساوی با صفر باشد خب اینا رو به هم تقسیم کنم منفی میشه مثبت به مثبت مثبت میشه مثبت و مثبت مثبت میشه منفی میشه پس یعنی جواب من شد چی صفر و یک بازه صفر و یک خیلی خیلی قشنگ و ساده فهمیدیم چرا به صورت پرانتز گذاشتم چون صفر و یک ریشه های مخرج جزء جواب نیستن مخرج هست باید صفر نباشد نباید باشد اما گفته خط ایرک مساوی و منهای یک بند نمودار سهمی با این ضابطه مماس است درسته اگر خطی بر یک سهمی مماسه خب زمانی هست که عرض سهمیت برابر با منهای یک باشد ارز سهمیت برابر با منهای یک باشد خب ببین الان نگاه کن بهت میگم این نشتش اینه ها همین نشته سوال همینه خب بر سهمی مماس است درسته؟ بر این سهمی مماس خب اینه ببین این اگر سهمیته درسته گوش بده خب این خط ایگره دیگه تو وقتی که دو محورهای مختصد این ایگره مساوی با منهایی که درست بلد ایناره دیگه رأس سهمیت باید اینجوری باشد درسته؟ خب در اینجا هست یعنی ارزش برابر با منهای که. خب من میدونم دو x دو منهای x به علاوه یا ها بار صف اینه یعنی اگر بجاش ایکس طول, طول سهمی رو پیدا کن طول رست میدونی از چی به دست میاد x مساوی است با منهایی بی بر روی دو ها خیلی ساده بود یعنی منهای منهای یک بر روی دو ضرب در دو می شود چقدر درسته خیلی آسونه خیلی آسونه می شود یک چهارم یعنی اگر یک چهارم را تو این ضابطه قرار بدی اف ایکس تس منهای یک اف ایکس تس چقدر منهای یک یعنی اینکه میتونم بگم دو در یک چهارم به توان دو منهای یک چهارم به علاوه آ مساوی با منهای یکه دیگه این خیلی سخت شد که درسته؟ خیلی خیلی ساده ببینیم میام این کار انجام میدیم خب یک چهارم به توان دو میشه یک شونزدهم. دو ضرب در یک شونزدهم یعنی یک هشتم دیگه خواهشن اینا را بدونم من دارم چی میگم منهای یک چهارم به علاوه آ مساوی با منهای یک درسته؟ یک هشتم منهای یک چهارم بشود درسته <applause> خب از این اگر اشتباه نکرده باشم دیگه بله. با منهای, یعنی از با منهای, منهای یک بله به علاوه آ مساوی با منهای یعنی آ مساوی است با منهای یک منهای یک هشتم به علاوه یک چهارم بریم به دست بیاریم بینیم هشت بذاریم اینجا به این بدیم منهای هشت منهای یک به علاوه دو بله منهای هفت هشتم مقدار آی ما به دست اومد گفته بود آرات بیابید دیگه آ به دست اومد فهمیدی چی گفتم دیگه مماس باشد یعنی یک مساوی منهای یک عرض این سهمی رسش باشه عرض رسش طول رسم بلدم که همیشه از این رابطه به دست میاد اینم از بحث زیبایی سهمی لایک کامنت اگر حال و داشتی داشتید تا اینجا اومدی بزن انشالله بریم در بحث بعدی مفصل روی تابه کار کنیم و بعد شمارش و احتمال و به پایان ببریم بریم برگردیم با سلام مجدد امیدوارم که لایک کامنت یادت نرفته باشه زحمت زیادی کشیده میشه تا به امتحان مسلط بشی خب در رسیدیم به بحث تابع فصل پنجم یه سری تمرین از تابه حل کنیم به موضوع تابه هم مسلط بشی گفته در هر یک از موارد زیر مقادیر آب و را چنان بیابید که دو زوج مرتب داده شده برابر باشند وقتی دو زوج مرتب با هم برابرن که مؤلفه اول دوتاشون با هم برابر باشه مؤلفه دوم دو تاشون هم برابر باشه دونه دونه حل میکنیم اینا را حالا برای این یعنی در دوبی و منهای یک چهار و آی و علاوه بی میدونی حالت کلی زوج مرتب ایکس و ایگرگ ایکس میگم معلفه اول میگم معلفه دوم حالا به جای این از نمادهای های و بی استفاده شده است که زیاد چیز سختی نیستش خب حالا یک لحظه اصخاهی میکنم من این سرفه را برطرف کنم خب وقتی که من میگم این برابر باشد یعنی دو بی مساوی با چهار باشد از اینجا بی مساوی با دو هست اینم که هیچ چی دیگه آی به علاوه بی مساوی با منهای یک باشد به جای بی دو بذارم آ مساوی با منهای سه هست درسته؟ خب الان جا بذاری اینجا این دوتا تا معلفه با هم چی برابر خواهند شد دیگه دو بی میشود یعنی چهار و منهای یک اینم میشود چهار و آی بلا بی یعنی منهای سه بلا هم منهای یک با هم دیگه چی میشن؟ برابر میشن خب حالا دقت کن دو وومیش بریم ببینیم چی میگه دو به توان آ مساوی با 64 باشد این حواست باشه یه مقداری دو به توان آ مساوی با 64 باشد من میدونم که 64 هست دو به توان 6 یعنی دو به توان آ را میتونم بنویسم دو به توان 6 وقتی که پایه ها برابرن حتما نماه ها برابرن یعنی آ مساوی با 6 هست درسته در این یکی یک هشتاد یکم برابر با یا به اینجوری بگم سه به توان منهای بیه به علاوه دو مساوی با یک هشتاد و یکم باشد میدونم که هشتاد یک یعنی سه به توان چهار چقدر جالبه میگم سه به توان منهای بی و علاوه دو مساویس با یک بر روی سه به توان چهار عدد تواندار از مخرج بیاد به صورت یا از صورت بره به مخرج علامتش عوض میشه یعنی سه به توان منهای بی و علاوه دو مساوی با سه به توان منهای چهار باشد پایه ها برابرن حتما توان ها هم با هم برابر خواهم بود خب از میکنم یه مقدار اینجوری داره میشه از اینجا میتونی بگی منهای بی مساوی است بل منهای دویه منهای چهار بی مساوی با شیش چی میشه به دست میاد خب <applause> می میکنم اینم حاصل زیاد حرف زدنه خب حالا بریم بعدیش رو بررسی کنیم بعدیش چی هست دوباره معلفه اول مساوی به معلفه اول اون باشه یعنی این با منهای یک برابر باشه منهای یک هم با دعای و علاوه بی برابر باشد حالا چقدر جالب خواهد شد آدوی منهای دو آ مساوی با منهای یک باشد اینه بیاریم این و شبت آدوی منهای دو آ و علاوه یک مساوی با صفر ذریب <applause> آدو هست یک منهای دو یکی از ریشه ها هست من هست یک ریشه دیگر هم هست دوباره چی خدمتت ارز کنم که سی اون درسته وقتی که جمع زرایب در معادله درجه دوم این اصلا در از اینو اون یکی هم هست x مساوی با یک یعنی سی آم یعنی این ریشه مضاعف داره یعنی یه ریشه بیشتر نداره چون دلتاش مساوی با صفر است همیشه x نیست که یه موقع هم آ هست حواست باشه پس آی من مساوی با یکه اینجوری میخوام بگم یا همون به گفتم x همون منظور آ هست درسته وقتی که آ مساوی با یک باشد راحت میتونم در اینجا قرار بدم در یکی از اینها یعنی میگم اون موقع دو آیه به علاوه بی هم مساوی با منهای یکه به جای آ یعنی دو به علاوه بی یک گذاشتم مساوی با منهای یک بی به دست میاد منهای سه درسته خب خیلی خیلی ساده مشخص کردیم یعنی آ در این باید یک باشه بی منهای سه باشه بذاری سر جاش معلفه های دو زوج مرتب با هم برابر میشن در نتیجه دو زوج مرتب برابر خواهند شد اما سوال 26 م باید حواست خیلی جمع باشه اینجا ببین به چه صورتی توضیح میدم سوال 26 م گفت اگر رابطه زیر تابع باشد مقدار دو آی منهای بی ما میدونیم در وقتی که تابع هست هر ایکسی فقط یه ایگرک دارد وقتی که در اینجا دو و یک منهای یک و آدوی منهای یک این هم منهای یک و سه یه یا این پنج و سفره این پنج و آیه و علاوه بی هست یعنی حتما این دوتا را وقتی که با هم در نظر میگیری یعنی آدوی منهای یک هم مساوی با سه هست درسته؟ از اینجا آدو مساوی با چهاره آدو تا جواب براش به دست میاد به علاوه منهای دو حالا باید ببینیم آ با دو درسته یا آ مساوی با منهای دو درست هست حواست باید جمع جمع باشد درسته حالا بی را میخوایم به دست بیاریم کار سختی نخواهد بود حالا ببینیم آ را اگر دو بذاریم اون موقع میشود چی دو به توان چهار منهای یک میشه خب منهای یک میشود منهای یک و سه درسته اما اگر آ را دوباره چی بذاریم از اینجا رو بریم ببین آ مساوی با دو قبول قبول نمیشه باید یه بار آ با دو را جای گذین کنی یه بار آ مساوی با دو را اگر آ مساوی با دو را بذارم بی به دست میاد چقدر از این و این آ مساوی با دو باشد بی به دست میاد منهای دو درسته؟ ولی اگر آرام مساوی منهای دو بذارم درسته از این و این بیرم به دست میارم یعنی آی به علاوه بی مساوی با سفر یعنی منهای دوی به علاوه دو مساوی با سفر یعنی بی مساوی با دو هست یعنی آ مساوی با منهای دو و آ مساوی با دو مورد قبول هست درسته اگر اومده بودم آ را دو گرفته بودم اون موقع با این بی به دست می آمد چقدر منهای دو بزاری زوج مرتبه جور در نمیاد یعنی یه دونه ایس پیدا میکنی که دو تایی گرک دارد که اونا هم هست دو و سه به دست میاد و دو و یک به دست میاد که مورد قبول نیست تکرار زوج مرتب ایرادی ندارد درسته؟ خب حالا به من گفته دعای منهای بی را به دست بیار دعا یعنی دو ضربه در منهای دو به علاوه چنده به دست بیار مینهای بی را به دست بیار منهای بی بیام که دو شده بود دیگه میشه باید منهای شیش هدف تر را این از این سوال این بود که ما بهش دست پیدا کردیم بس یادت باشه تکرار زوج مرتب هیچ ایرادی ندارد یعنی اگر پنج و صفر میگی یا پنج و آی می یعنی تکرار داره میکنه یا منهای یک و سه منهای یک و آدوی منهای یک تو از این باید بفهمی که داره تکرار میشه هیچ ایرادی نخواهد داشت درسته الان آ را اگر من دو گذاشته بودم میشد دو و سه دو و یک این ایرادش ایجاد میکرد دیگه درسته وقتی که دو یکه درسته آ اینجا باید متفاوت باشد اگر میخواد سه باشه یعنی منهای دو باشد که راحت از روی این میفهمیدیم خب بریم ببینیم سوال بعدی چی هست سوال بسیار بسیار خوبیه بحث مختلف در مورد تابع میخوایم انجام بدیم گفته اف دو سفره اف یک پنجه اف سف پنجه اف چهار چهاره به صورت زوج مرتب بخوایم به صورت زوج مرتب بگیم یعنی بگیم تابع اف مساوی است با وقتی که میگه دو میذارم صفر میده درسته؟ وقتی که یک میذارم پنج میده وقتی که صفر میذارم بازم پنج میده درسته؟ وقتی که چهار میذارم چهار میده این یک زوج مرتب شد در دستگاه مختصات بخوای رسمش کنی اینم باز هیچ کاری نداره نمایش دهید خب میم نقاط یکی یکی نشون می این میدم اینم میگم یک دو یک نقطت اینه درسته یک و پنج اینه میام بالا میگم یه نقطم هم اینه سفر و پنج یه نقطم اینه چهار و چهار چهار تا میدم چهار تا میدم یه نقطم اینه یعنی این نقطه چهار و چهاره این نقطه صفر و 5 این نقطه دو و صفر حالا من دقیق نکشیدم شما باید دقت کنید ایرادی نداره دیگه دو و صفر این نقطه هم که یک و پنج روی این نشون دادم بعدش چی گفته گفته با نمودار به نمایش دهید با نمودار بنمایش نمایش دادن که کار سختی نیستش که درسته ورودی های من دو تا چیز میکشم آه. بعد این ورودی های من یعنی دو و صفر و دو و یک و صفر و چهار یعنی اینها را میذارم این سمت چپی درسته؟ در سمت راستی چه عدد هایی دارم فقط صفر و پنج و چهار دارم صفر و چهار و پنج درسته سفر و دیگه صفر و پنج تکرار شده چهار من دو میدم چند میده سفر میده به این میکشم صفر میدم چند میده پنج میده یک میدم بازم پنج میده هیچ ایرادی نداره دو تا ایکس میتونه یه ایگرک داشته باشن چهار میدم چهار میده اینم با نمودار ون مشخصش کردیم بعد چی گفته دامنه و بردان این قسمت میشه دامنه یعنی دامنه افت میخوای بنویسی اینجوری مینویسی میز دامنه ی مجموع باز میکنی صفر رو یک و دو و چهار برد یعنی خروجی ها یا همون مقدار ایگرک هات میگی برد تابع هم میگی آر مساوی با درسته آر اف میگه یا برد تابع مساوی است با صفر و چهار و پنج خیلی خیلی ساده حالا در قسمت بعدی چی میخواد در قسمت بعدی بهت میگه که بیا یه کار دیگه انجام بده بگو چیکار کنم اف اف دورا مشخص کن اف اف دو همیشه دید اینجوری پرانتزها تو همان از داخل برو بیرون اف دو یعنی دو میدم چند میده صفر میده یعنی اف دو مساوی با صفره درسته بس میتونی اینو بنویسی اف صفر صفر میدم چند میده میشه پنج تمام درسته یعنی اف اف دو مساوی با پنج میشود خب حالا گفته اف اف چهار اف اف چهار اگر چهار میدم چند میده چهار میده درسته خب اف اف چهار چهاره باز دوباره اف چهارم چهاره بس میشه باید چهار درسته اف چهار چهاره اف چهار دوباره چهاره بس چیز سختی نبودش خیلی خیلی ساده این رو هم فهمیدی اما بریم سراغ سوال بعدی خودمون که میخوایم در مورد تابه بگیم و هی چی بشیم ما مسلط بشیم درسته؟ خب اما در سوال های بعدی اومده گفته تابع رو دو زابطه داده برای ما درسته؟ تابع رو به چه صورتی داده؟ به صورت دوتا زابطه داده برای من یعنی هم سوال 28 دو زابطه ایه هم سوال 29 دو زابطه ایه. اصلا چیز سختی اصلا نیستش با دامنه های متفاوت خب گفته اگر ایکسات بزرگتر از صفر باشد منهای دو میده اگر ایکسات یه تابع ثابت به میگن در اصل x هات کوچکتر مساوی با صفر باشد x2 به علاوه یک میده حالا گفته f f منهای دو به توان دو را به دست بیار خب من میدونم که منهای دو به توان دو یعنی دو به توان دو میرسه منها به توان دو نمیرسه فقط دویه اگر بیرون پرانتز گذاشته بود میشد چهار من میدونم منهای دو به توان دو یعنی منهای چهار یعنی در اصل من میخوام f f منهای چهار را چکار کنم بدست دست بیارم خب اف منهای چهار اول به دست میارم اف منهای چهار میدونم که از کدوم ضابط باید استفاده کنم منهای چهار از صفر کوچیک داره بس از ضابطه دوم یعنی بذارم مساوی است با منهای چهار به توان دو به علاوه یک میشود چقدر؟ هفته درسته؟ یعنی حالا من میخوام اف هفته را به دست بیارم برای یک سای بزرگتر از صفر همش میده منهای دو به جواب به دست میاد چقدر دو خیلی خیلی ساده اصلا چیز سختی نبودش حالا در, این یکی چیکار کنیم خیلی دقت کن چون بحث رادیکال هست یه نوشته اینجا بهت میگم اینا رو بلدی برای ایکس بزرگتر از یک میگه از این استفاده کن ایکس کوچکتر مساوی به یک از این ضابط استفاده کن خب اف رادیکال دو به علاوه دو خب من میدونم اف رادیکال دو به علاوه دو درسته خیلی ساده هست دیگه یعنی بیام از کدوم رابط استفاده کنم مقدارش حتما چون جمع میشه از یک بزرگتر میشه با دو داره جمع میشه یعنی اف رادیکال دوی به علاوه دو یعنی مساوی است به جای ایکس بذارم چی رادیکال دوی به علاوه دو رادیکال دوی به علاوه دو م... به علاوه دو منهای رادیکال دو این با این میره میشه چقدر دو خیلی ساده اصلا چیزی سختی نبودش اما حالا بعد خدمت شما عرض کنم که میخوام اف صفر به دست بیارم این ف ف صفر باید اول ف سفر دست بیارم ف ف صفر میدونم که اف صفر از کدوم ضابطه باید استفاده کنم برای سای کوچکتر صفر کوچکتر از یک میشه دیگه درسته یعنی از این اول استفاده کنم میگم اف صفر مساوی است با جای یک صفر بذارم سفر صف به علاوه رادیکال دو میشه باید رادیکال دو بعد حالا اف رادیکال دو را میخوای حساب کنی قشنگ حواست باشه رادیکال یک برابر با یک رادیکال چهار برابر با دویه بس رادیکال سه رادیکال دو و رادیکال سه میشن یک خورده ای بس از یک بزرگتر میشه باید از دابطه بالایی استفاده کنم این حواست باشه اف رادیکال دو یعنی بذارم اونجا یعنی بخوام اونو به دست بیارم به جای ایکس بذارم رادیکال دو جواب رادیکال دوی منهای رادیکال دو می شود صفر جواب این هم چیکار کردیم به دست آوردیم دیدی که اصلا کار سختی نبودش اصلا کار سختی نبود خب حالا بریم دو تا سوال دیگه ازش حل کنیم تا قشنگ مسلط بشی به بحث تابه سوال گفته مساحت مثلث قائم الزاویه 28 سانتی متر مربع است من میدونم مساحت مثلث یعنی یک دوم ارتفاع این زل ارتفاع هست ضرب در آسی ضرب در AB گفته S چقدره؟ S 28 من میذارم 28 مساوی با یک دوم ضرب در من آسی را نمیدونم چنده X میگیرم چون بر حسب X میخوام تابع میخوام بگیرم یعنی X بیاد وسط دیگه درسته؟ ضرب در آسی درسته؟ خب آسی را ایکس میگیرم ضرب در آبی چقدره نه از خواهی میکنم نه حواسم نشد من بعضی خواهی میکنم آسی ضرب در گفته ضرب در ایکس ایکس اینجا خودش هست من اصلا نمیدونم مقدار نمیتونم داشته باشم الان با جایگزینی این بر حسب ایکس آسی مساوی با پنجاه و شیش ایکسوم میشود قبول داری؟ پنجاه و ایکسوم خب و تر مثلث را به عنوان تابعی از ضلع آبه بنویسید تابعی از ضلع آبه یعنی به جای آسی هم میتونی بذاری 56 خب وتر مثلث در مثلث قائم زاویه از قضیه فیثاغورس استفاده میکنی دیگه میدونی که مربع این زل برابر است با مربع این زل برابر مربع این زل یعنی بی 2 دو مساوی است با آسی دو به علاوه آبی 2. یا میتونی بگی بی مساوی است با رادیکال درسته؟ آسی دو آسی دو یعنی پنجاه و شیش اکسون به توان دو B دو یعنی X2 این بر حسب این الان بی سی را بر حسب تابه ی زل آبی نوشتی درسته؟ بر حسب اکس نوشتیش مشکلی وجود نداره خب اما بریم سوال بعدی قشنگ دقت کن در سوال بعدی فرض کنید دامنه تابع زیر منهای یک و سه باشد مقادیر آب و بی و برد تابع را بیابید حالا من نمیدونم منهای یک و سه درسته برد دامنه باشد یعنی دعای منهای یک مساوی با منهای یک درسته دعای منهای یک مساوی با سه درسته بی به علاوه دو مساوی با سه یا بی به علاوه دو مساوی با, با منهای یک من میام دو... یه شرط میذارم میام میگم آقا دعای منهای یک اگر مساوی با منهای یک باشد خب از اینجا آب دست میاد چقدر از اینجا این میره اونور آب دست میاد صفر خب اگر بعد بیام بگم از اونور چی خدمتت ارز کنم که بی را به دست بیارم خب بی به علاوه دو را هم مساوی با چقدر قرار بدم سه قرار بدم وقتی که اونو این قرار میدم اون یکی باید این باشه دیگه یعنی بی به دست میاد یک درسته حالا من بیام اینا رو جایگزین کنم تو اینجا آی صفر رو یعنی دارم یه بار من های یک زین حالا میتونم بر حالت مختلف برقرارش کنم و مشکلی نداره ببین دو آی منهای یک به جاش صفر بذارم یعنی اف من میشود چی اف تابعه نگاه کن صفر بذاری میشه منهای یک و پنج اونم که منهای یک و منهای بی منهای یک بر این غلطه این درست نیست چون منهای یک دو تا ایگرک داد پس این مورد قبول نیست حالا بی یک بذارم سه و پنج این مشکلی ایجاد نمیکنه ولی این دوتا نمیتونه هر ایکسی فقط یک ایگرک باید داشته باشد پس این غلط این قبول نیستش حالا بیام برعکسش در نظر بگیرم در برعکسش ببین دارم چیکار میکنم در برعکسش حالا من میام میگم دو دعای منهای یک مساوی با سه برعکسش بگم و بی و علاوه دو مساوی با منهای یک حالا به دست بیارم از اینجا آ به دست میاد دو منهای یک میرون ورد میشه چهار به دو تقسیم میشه اینم بی به دست میاد منهای سه حالا اینا رو جایگزین کنم ببینم ضابطه من به چه صورتی میشه میشه بعد اگر دقت کنی به جای آ دو بذارم میشه سه و پنج بعد منهای یک به جای آ چند بذارم دوباره دو بذارم دوی منهای منهای سه منهای یک و پنج درسته؟ خب ببینم خدمتت ارز کنم منهای یک و پنج حالا در این یکی بیه به علاوه دو منهای دو و بیه به علاوه دو را بذارم بیرا به دست آوردیم منهای سه به علاوه دو میشه منهای یک و چند به دست آوردم منهای یک و پنج یکیش تکراره هیچ ایرادی ندارد حالا این سوال برات پیش میاد که خب هر ایکسی فقط یه ایگرک داشته دو تا ایکس میتونه یه ایگرک داشته باشن ولی یه دونه x نمیتونه دو تا داشته باشه این حواست باشه پس اینجا الان دامنه تابع من درست شد دیگه برابر خواهد شد با منهای یک و سه اینا رو میدم برد تابع من یادت باشه درسته آر اف من خروجی من فقط میشود پنج درسته برد تابع البته خواسته بود دامنم که خودش منهای یک و سه بود و درست در اومد خودش داده بوده چیز سختی نبود برم آخرین سوال را هم از بحث تابع حل کنم و سوال خیلی قشنگیه گفته در تابعی با این ضابطه x به علاوه 2x و به ax به علاوه b میدانیم f یک پنجه و f منهای دو منهای یک مقدار سه آی و منهای دو بی را به دست بیارید ببین وقتی که در این ضابطه f یک پنجه یعنی یک و پنج یه نقطه هست یک میدی پنج میده و منهای دو میدی منهای یک میده این X این ایگرگه یه بار اینه میذاری تو ضابطت یه بار اینه میذاری یه دو معادل دو مجهول به دست میاد از رو دو معادل دو مجهول حسابش میکنی اف ایکس پنج باشد پنج مساوی با یک بدیم میشه یک به علاوه دوی به علاوه آی به علاوه بی از اینجا آی به علاوه بی به دست میاد دو این یه معادله درسته حالا من بیام منهای دو و یک بدم یعنی منهای یک بدم منهای یک به توان سه یعنی بگم منهای یک برابر است با نه منهای دو بدم منهای دو به توان سه میشه منهای هشت میشود به علاوه هشت چون منهای دو به توان دو میشه چهار دو چهار تا به علاوه هشت میشه بعد اینم میشود منهای دو آ به علاوه بی درسته؟ بعد یه دونم الان این بایی میره منهای دو آیه به علاوه بی هم به دست اومد چقدر منهای یک الان یه معادله اینه یه معادله اینه باید حلش کنی دیگه دستگاه دو معادله دو مجهوله آیه و علاوه بی مساوی با دو مینهای دو آیه و علاوه بی مساوی با مینهای یک حالا حلش کن کاری نداره کافیست در بالایی رو در یه دو ضربش کنی میشه باید دو آیه و علاوه دو بی مساوی با چهار پایین رو من منهای دو آ به علاوه بی مساوی منهای یک بالایی رو دو طرفش ضرب کردم این با این بره بگی سه بی مساوی با اینم با این جمع بشه سه بی به دست میاد چقدر از اینجا یک بی را وقتی که یک داری تو یکی از اینا قرار بدی آم به دست میاد الان در آی به علاوه بی مساوی با دو یک قرار بدی آ به دست میاد چقدر آ هم به دست میاد یک از من خواسته بود چی را به دست بیار سه آی منهای بی یعنی سه ضرب در یک منهای دو ضرب در یک معلوم ده سه منهای دو جواب خواهد شد چی؟ خب سه آی درسته منهای دو بی درسته از اینجا البته من یه اشتباهی باید کرده باشم درسته آ را به دست آوردم آی به علاوه بی نه دیگه همین درست خواهد شد اشتباه نیستش بی مساوی با یک سه منهای دو سه آمنهای دو بی دیگه یعنی مساوت یک که جوابمون دست پیدا کردیم اینم از بحث تابه که سعی کردم با حل این سوالات بسیار خوب کمکت کنم خیلی خیلی خوب بفهمی بریم برگردیم بیایم بریم سراغ شمارش